بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوضاع احوالتون خوب باشه، همه چیز بر وفق مراد و تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. چهارشنبه است، 26 آپریل 2017 برابر با 6 اردیبهشت 1396. امروز ساعت 6:30 قرار است که بریم و با دوستان باشیم و با آقای مهدی تبریزی باشیم و یک تماس تلفنی هم با ایشون خواهم گرفت، چون آگهی که یا فلایر یا پوستری که پخش کردن، خیلی از شماها زنگ میزنید، ایمیل میفرستید که آقا این چیه و نه ساعت داره نه معلومه که برنامه چیه و اینها. گفتیم بابا بهترین کار اینه با خودشون صحبت کنیم، از خودشون بپرسیم، ولی تا اون موقع اجازه بدید که من اولی صفحه فیسبوک خودم رو با دوستانی که ما را از مردم تیوی روی فیسبوک میبینن به قول معروف شیر کنم، تقسیم کنم، در میون بذارم و با هم برنامه رو پی میگیریم. ولی میگه که شیر چشم حتما، اینجا می‌نویسیم سوربی که بنده باشم. بنده چیه؟ من که بنده شما نیستم. سوربی که من باشم، مردم که شما باشید. این تعارفای بیخود قربونت برم و اینها رو بریزیم بیرون و دور، چون هیچ چیز به غیر از دروغ نبوده و نیست و ما رو بیچاره کرده. در هر صورت این زیرم می‌نویسم مردم tv.com که اگر یک کسی تا حالا صفحه ما رو ندیده بره اونجا رو هم تماشا کنه. الان دوستان از روی از روی فیسبوک صفحه مردم تیوی هم قادر خواهند بود که ما رو ببینن. این هم از این. و اما روز دوشنبه ما با آقای دکتر پروفسور حقیقتاً هوشنگ امیراحمدی بودیم و ایشون نظرات خودش رو گفت و من نظر خودم رو گفتم. خیلی متاسف شدم که ماها برداشتمون از آزادی اینه که من چون آزاد هستم به دیگری حمله کنم، به اون تهمت بزنم، توهین کنم. یادم میاد این آقای صبری حسنپور که الان دیگه هیچ کسی دنبالش نیست، اون آقای سیروس ملکوتی یا دیگران که چنین و چنان میکردن، الان اصلا اسم این آقا رو نمیارم، بنده خدا دستگیر شده در ایران هست و اینها. این میگفت که من یه تلویزیونی میخوام راه بندازم که تی 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 نباشه. گفتیم تی 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 چیه؟ گفت تهمت، توهین، تهدید. بعد از یه مدتی گذشت گفت یه تی دیگه هم هست یا یه ت دیگه هم هست که یادم نیست. حالا انشالله وقتی که از امیدوارم از زندان آزاد شد، معمولا قبل از انتخابات یه سری رو آزاد میکنن که مردم رو خوشحال کنن و اینها، و بتونیم با ایشون یک صحبتی داشته باشیم. و اما برنامه های امروز، اولا روز دوشنبه ما یکم از دست این دوستان که اعصابمون خورد میشه میشیم سگ نازی آباد، غریب و خودی و اینها رو هم گاز میگیریم و حالیمون نیست کجا به کجاست. به همین خاطر یک ویدیویی رو من الان به شما نشون میدم، این رو تقدیم میکنم به پتیک عزیز که وقتی بهش گفتم آقا ببخشید من حق ندارم به دوستان به اصطلاح نق بزنم، مخصوصا دوستانی که هر وقت ما گفتیم یه جایی احتیاج هست کمک کنید، زلزله زدگان، حیوانات، مدرسه، اینها قدم پیش گذاشتن و کمک کردن، ما باید هزینه ها بیشتر و بیشتر به اصطلاح تشکر کنیم تا دیگران هم تشویق بشن. ولی چه کنیم که از طرفی همه میدونیم وقتی که یک کسی رو دوست خودت میدونی، فامیل خودت میدونی، شما که نمیری با غریبه درد دل کنی، با فامیلت، با دوستت، معمولا اونها هستن که در غم و در ناراحتی های شما هم شریک بوده و هستن. بذارید من این فیلم رو ببینم، همینه که پیداش کردم، این که خیلی کوچولوه. این میبرم تو روی وبسایت خود، روی صفحه خود آقای محمد حسینی، حسینی محمدی نباشه، محمد حسینی، بذارید ببینم دوستان هم محمد حسینی
فکر کنم ایداد ویداد بذاری ببینم که اینجا برای من پیغام فرستادن، یه ویدیوی بسیار زیبایی رو فرستادن که آدم این ویدیو رو که میبینه میگه بابا اصلا این کاسه کوزه رو جمع کنیم بریم دنبال یه کاری، مثل سفر دادور که یه قدمی برمیداره برای چهار تا نابینا و کمبینا توی ایران کمک میکنه، مثل این دوستان حسین محمدی یا محمد حسینی. خدایا این مموری ما دیگه داره چی میشه؟ کم کم چیه دیگه، پیر شدیم رو خودمونم نمیاریم. بذارید ببینم برای خود من. حالا جالبه از ایشون خواستم برام ویدیو رو بفرسته جدا، این کار رو هم انجام داد، منم ضبطش کردم. حالا که میزنم به جای 80 مگابایت نشون میده 8 مگابایت، یعنی یه دهمش ضبط شده. ولی بذارید ببینم که شاید تو قسمت این یکی بودیم. اینم ما یک بچه رو نمیتونیم بزرگ کنیم، آمدیم 10 تا بچه ریختیم دور خودمون و همون ضرب المثلی که با یک دست چند تا هندونه رو بر میداری هیچ کدومش هم سالم به مقصد نمیرسه. ببینم که اینجا هست ایشون یا نیستن. بله، آقای رضا سلامی، آقای برومند. و این آقای برومند اولا روش جالبی داره، به هر کی دلش میخواد توهین میکنه، بعد میگه البته من به شما توهین نکردم. میگم بابا مگه توهین چیه؟ شما بیا برای من توهین و اینا رو توضیح بده. خدای من چرا اینجوری شد و چرا این پیامی رو که این دوست ما فرستاده اینجا نیست؟ بذار ببینم. حسین محمدی یا حسن یا محمد حسین، آها بابا اشتباه کردم، حسین محمدی درسته. خوب شد من بیارم از تو صفحه خودشون این فیلم رو به شما نشون بدم. ببینید با مهربانی میرن و واقعا آدم وقتی این فیلم رو نگاه میکنه اون شعری رو که میگه از دیو و دد خمورمو انسانم آرزوست. من اینجا میگم که قسمت اولش رو شما بریز بیرون دور، کاری نداشته باش، حیوانم آرزوست. ولی این حیوانا رو که ما میبینیم به کمک دوستانی مثل این آقای حسین محمدی هست. من اسم ایشون رو دوتا اسم میزدم میبرد منو یه جای دیگه. ببینید دوستان 5 دقیقه وقتمون رو بذاریم برای این کار کوچیکی که ایشون انجام داده که به نظر من خیلی بزرگتر از کارهای اونای دیگه ای هست که ادعا میکنه. امروز داشتم یه ویدیویی رو که یه دوستی برای من فرستاده، آقا نگاه کن این مصاحبه آقای نمیدونم آقا مهدی زمانی نمیدونم چیه با آقای روح الله زم، خامنه ای مرده نمیدونم انتخابات اینجوری. میگم آقا خمینی هم مرد، خامنه ای هم میمیره، رفسنجانی هم میمیره، بدبختا شما برنامه‌تون چیه؟ شما شدید قبرستون فقط یکی یکی نشستید هی حلوای این اونو میخورید؟ خب برنامه‌تون چیه؟ الان ول کنید اصلا برنامه رو با این حرفا کثیف نکنید، بریم سراغ این ویدیویی که من دیروز تقدیم کردم به دوستان، به خانم نیر از آلمان، به آقای حسین از ایران، به پتیک عزیز و به دوستمون ببو که گاهی وقتی بنده همونجوری که گفتم یقه ایشون رو هم میگیرم و بازم ممنونم از ایشون که با صبر و حوصله پاسخ میده که خب اب نداره، منم عصبانی شدم ولی وقتی عصبانی شدم دیگه چیزی ننوشتم. مرسی. آقای محمدی سلام، منتظر بودم. خیلی ممنون. دست دمتون زحمت کشید. وظیفه این حیوان خدا این حیوان از ما پیدا کرده بودم کنار دریا. خب بودمش اینجا زایمان کرد. دوستان همینجا شما این ویدیو رو داشته باشید. وقتی یه حیوان، ما وقتی میگیم حیوان یه موجود وحشی توی مغزمون مجسم میکنیم، وقتی یه حیوانی داخل یه جاییه مثل اینجا یه آدم وایستاده که نمیشناسدش بهش میگه بیا بیرون، این وقتی میاد بیرون به این اطمینان کرده
به صدایی که شنیده، به اون موج، به اون انرژی مثبت. ممنونم. دوستمون ببو میگه از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. خیلی ممنون. شما ها اگه نباشین ما اینقدر کج و موج رانندگی میکنیم که این ماشین به سلامت نمیرسه به پایان خط. من چی گفتم؟ مخمورم، خمورم. بله، از دیو و دد ملولم، ملولم و انسانم آرزوست. از انسانیت به دورم و حیوانم آرزوست. بچه هم کره میداره توی مامان. یا بکره شده های مامان. ماشالله چند بچه داره. آی برنجی به زمه دفتریه. خوبه؟ آه. چی کارش میگه؟ نه تنها کارش رو میاره میداره. بیا مامان تو بیا برو تو. بیا برو. آه باشه. الان بچه ها تو بیاره. بیا. الان نرماده شو مشخصه. جان من این فیلم قشنگو استاپ میکنم، ولی یادتونه من میگم بابا فکر این نباشین که یه قصر بسازین. اگه یه کسی بیرون وایساده سردشه، شما یه سرپناه براش بسازین. اون آقای قبلی با چند تا بلوک میگن یه سرپناه برای این سگ و هفتا بچهش درست کرد. بعد تماس گرفته با این دوستان در دهکده سگهای سزار گیلان که میبینید نجات یک، به اینا نمیگه سگ، نمیگه حیوان، میگه یک مادر و بچه هایش، چون این مادر اونام بچه هاش. حالا من و شما اینجا تو سر هم بزنیم که آقا چرا رفتی اسم نوشتی برای رئیس جمهوری، آقا چرا جمهوری اسلامی شما رو تایید نکرد. ولی ببینید از اون سرپناه آمد کجا؟ یه جایی یه پتوی زیر بدنشه. و اگر نگاه کردید توی ویدیو الان دیگه آقای محمدی اینا رو سوار ماشین خودش نمیکنه، یه پیکاپ تراکیه. همین سگا راحت ترن، همین بنده خدا هم ماشین خودش از این ماشین جداست. من ممنونم. یه دوست من 19 هم داشت میرفت ایران، از اونم خواهش کردم که اگر رفت ایران و ایران هر کی میره معمولا جنوب میره، خوزستان و شیراز و شمال میره، چالوس و گیلان و فلان اینها، گفتیم که یک کمکی هم تا اونجایی که میتونی به این دوستان انجام بده. بعد مثلا حسین گفته بود که من ماهیانه یه پولی برای اینها میدم. خانم نیه گفت که حتی به دیگران گفته که برای این سازمان غذا و خوراک سگ و گربه و این چیزا تهیه کنن. من یکایک شما دوستان رو از راه دور روی ماهتون رو میبوسم، دست پرمهرتون رو میفشارم و امیدوارم همین جوری که یه قلب بزرگ دارید که به یه حیوان کمک میکنید، بتونیم به همدیگه هم کمک کنیم.
من بارها گفتم اگه یه بچه یه جا میخوره زمین، شما ازش نمیپرسی ایرانی هستی یا مکزیکی هستی، بعد حالا تازه اگه ایرانی بود ازش نمیپرسی فارس هستی یا ترک هستی. اولین کاری که میکنی میری کمکش میکنی. این آقای برومند، حالا ما یه عمر عادت کردیم میگیم برومند، ایشون فامیلیش برومند، برای من نوشته بود اگر رضا شاه وطن پرست بود دلیلی نیست که نوه‌اش هم وطن پرست باشه. میگم آقا تو اول بیا برادری تو ثابت کن، بعد دعوای ارث رو میبریم دادگاه یا میبریم پهلو دوستان. وطن پرست کیه؟ وطن پرست یعنی چی؟ برید این فیلم رو، من دیگه بیشتر از این معطلتون نکن. بار نگاه میکنه ببینه همه اومدن اونجا، هم دیده گذاشتن اینا رو تو سبد، تو سبد هم نگاه کرد که اگه یکیش تو سبد مونده. آدرس اینا رو خواستید، اگر طرز تماس گرفتن با اینا رو خواستید، یا با من تماس بگیرید یا من این فیسبوکشون رو الان نشون میدم که دیگه اشتباهی هم تو اسم و اینها نباشه، با خودشون مستقیما تماس بگیرید و ای که دستت میرسد کاری بکن. اگرم خواستید میتونید الان به ایشون حمله کنی، آقا تو که تو ایران نشستی چرا نمیری خمینی و خامنه ای رو بکشی که ما بیان ایران؟ آقا شما که خارج نشستی چه غلطی کردی؟ ما دعوت کردیم از آقای خانساری، ایشون لطف کردن آمدن اینجا. میگن آقا من اون آدم 15 سال قبل نیستم، آدمی خوبه که عوض بشه. خیلی ها به من زنگ میزنن میگن آقا سوربی ما برنامه های سال 2001 تو رو دوست داشتیم که به همه دعوا میکردی. میگم خب آقا نفهم بودم، چرا دعوا کنم؟ حرف لاجیک یا منطق که دعوای احتیاج نداره. من حرفم اینه، آقا این لیوان پر از آبه، میخورم به سلامتی شما. شما میگید نه این آب نبود، نمیدونم عرق بود، زهر مار بود. نظر شما اینه، دعوایی نداریم که. بابا طرف اومده، بعد رفتم دیدم این آقا اینم دونم نظام ناظم هرکیم، اینم برنامه داره تو تلویزیون و جاهای دیگه. میگه آقا شما بپرس بین انگشترش عقیقه، آقا بپرس بینم نماز میخونه. حالا جالب اینه بعد از برنامه میگه من خیلی خوشحالم که سوالام به هدف خورد، من از ایشون دعوت کردم بیاد مهمون برنامه ما باشه، ببینیم هدف ایشون کجا بوده که به هدف خورده. حالا که تیرت به هدف خورد چه نتیجه‌ای حاصلت شد؟ به جای اینکه بیای ببینی آقا
38 ساله افرادی مثل آقای فاضلی که گفتن میریم میکشیم و میزنیم هیچ کاری نکردن، به جز این که به جای الله و زنجیر دوره شاه یه فرابهر انقدی تو گردن خودشون آویزون کنن، هی درود برود بگن، درود خروج بگن، نمیدونم کدبان مدبان بگن، تا بعدم مردن و رفتن. ولی یه عده اومدن دیدن نه آقا راهش این نیست، راهش چیزیه که با برنامه باید پیش برن، همون کاری که این آخونده کردن توی 15 سال و موفق شدن. عوض میکنن استراتژیشون رو، پلنشون رو، برنامه. هدف یکیه. شمار میخواید بری مثلا به شمار، میگن آقا جاده چالوس سیل آمده، شما نمیتونی بگی که نه تصمیم مرد یکی، من به دوستم گفتم از جاده چالوس میرم، حالا میرم. خب برو جونت در بیاد، سیل میزنه میکشتت. ولی اون یکی میگه آقا اینجا سیل اومده، ما از این ور میریم. من شمال خیلی بلد نیستم، ولی یادم هر وقت این جاده چالوس میرفتیم یه اتوبوسی میدیدیم شیشهشو زده به این سنگا و این چیزا، و میگن الان خیلی خوب شده جاده ایران. والا من بعد از 20 چند سال، سال 2005 رفتم ایران، گفتم دیگم نمیام ایران. گفتم آخه این چه کشوریه که من که میخوام برم ایران از اینجا به هم میگن این مزدوره، این نمیدونم خائنه که رفته کشور خودش. اونجا هم که میرم باید از هر کسی بترسم که الان منو نگیرن. ما شدیم چوب دو سر طلا، یکی هم نیست یه کاغذ بده دست ما ببینیم ما مزدوره جمهوری اسلامی هستیم یا مزدور و مأمور آمریکا. میری اونجا میترسی بگیرنت، میای اینجا آقایون و خانما مزدوره. آقا خانم من میخوام مزدور باشم، تو رو به هر کی میپرستی، شمایی که مزدور هستی حقوق میگیری، منم استخدام کن. آقا مگه کسی دیوانه است که به من و شمای احمق بیاد حقوق بده، بیاد پول بده؟ شمایی که میگید این آقای دکتر امیر احمدی، آقای مهرداد خانساری اینا مأموران رژیم هستن، آقا رژیم پول میده به اینا برای چی؟ به آقای مهرداد خانساری پول میده برای چی؟ چی کار کنه آقای مهرداد خانساری؟ بیاد با اون دوستشون یه تلویزیونی بزنن برن دنبال براندازی حکومت؟ بابا عجب حکومت خوبیه، خب کاش که شاه این کار کرده بود. خب به یه پروفسوری تو پنسیلوانیا، اصلا شما خانواده امیر احمدی رو بخونید ببینید توی تالش و توی نمیدونم اون منطقه و اینا چه کاره بودن از قدیم، پولدار و نمیدونم، فکر کنم تیمسار هم داشتیم، تیمسار امیر احمدی. به این آقا چند میدن که آقا شما بیا اسپین ویز که ما بذاریمت بری اونجا، بعد اونجا یه مصاحبه بکنی، 7 نفر بیننده، اون یکی به اون فوش بده، اون یکی به اون فوش بده، این وسط این مجری هم ناراحت بشه. اینه مأموریت جمهوری اسلامی؟ کارمون به خدا از گریه گذشته است، خنده دار شده. در صد ممنون و متشکرم این فیلم رو دیدید، و من باز یک بار دیگه صفحه آقای حسین محمدی رو بهتون نشون میدم. دوستان حسین رو با یه دونه اس نوشتن، ولی محمدی رو با دوتا به اصطلاح ام. ببینید اینجا اینه حسین محمدی. حالا اگر هم یه وقت اشکال داشتید به من بگید، شماره تلفنشون هست، بعد اون وبسایت حتی دهکده سگهای سزار گیلان. من نمیدونم چرا این دوستان این همه اسم قشنگ و خوب آمدن اسم سزار. سزار کجایی بود؟ یونانی بوده نمیدونم. در هر صورت نوشتن تازه کلمه سزار، البته میدونید که مثلا یه جا اینجا روز مینویسن آر او اس ای، یه جای دیگه دنیا مینویسن آر او زی، حتی اسپل چیزا فرق میکنه. اینه، اینم وبسایت فیسبوکشون، صفحه فیسبوک. این روزا از وبسایت ها دوستان فعالترن. شما هم اگر تا امروز فیسبوک نداشتید حتما باز کنید، حیفه که ما تو دردسر باشیم شما نباشید. دوم این که اگه به فکر راه انداختن وبسایت هستید همینجا استاپ کنید، وبسایت مرد، برید دنبال فیسبوک.
و اگه برای راه اندازی فیسبوک مشکلی دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. ضمن اینکه خیلی ساده است، هر کسی که ایمیل داشته باشه، بلد باشه کامپیوتر روشن کنه، خاموش کنه، میتونه این کار رو انجام بده. ممنون و متشکر از شما. ساعت 2:26 است. 4 دیگه من میخوام یه تماس بگیرم با آقای مهدی تبریزی و ببینیم که ایشون منظورشون از این 26 چیه. یه بار دیگه من باشون مصاحبه کردم، بهشون گفتم دوست عزیز ببین، شما من بهت زنگ میزنم میگم آقای، ما به ایشون میگیم مهدی زاده ولی ایشون مینویسه مهدی تبریزی، میگیم که شما مثلا این جمعه بیا منزل ما. خب من وقتی به شما میگم بیا منزل ما، باید بگم برای شام، برای نهار، میخوایم بریم تو باغچه نمیدونم درخت بکاریم، میخوایم شما بیل بزنی برامون. خب باید معین کنم شما بدونی اولا چه لباسی بپوشی، بعد بگم چه ساعتی بیای، بعد شما ببینی حالا تن بیل زدن داری یا حوصله خوراک خوردن داری یا یه بهانه بیاری یا شاید اصلا شما اونجا نباشی. ولی من بگم شما بیا اونجا، من یادمه یه سال یه آگهی اتفاقا با آقای تغییر مختار تماس گرفتم، اون موقع تلفن زیاد میزدیم اینها، گفتم آقای مختار این آگهی زده از بالا تا پایین کنسرت و فلان و ننوشته کجا، بعد شما مگه چک نمی کنید؟ گفت چرا، ما اینجوری چک میکنیم، وقتی آمد یه بار با طرف اونایی که نوشته میخونیم، اون موقع با فکس استفاده میکنه، اگه گفت بله این درسته ما اونو چاپ میکنیم. از اینکه ما بیایم چیزاشو بخونیم، نه خیر، ما که ادیتور اونا نیستیم، که ما ادیتور روزنامه خودمون هستیم. در صورت اینم مشکلیه که ماها داریم. بذارید من ببینم میتونم با ایشون که شماره تلفنشون هست 202-680-04-56 تماس بگیرم یا نه. توی این فاصله هم من عکس این برنامه رو که امروز هست و منی که میخوام برم هنوز نمیدونم ساعت چنده، همینجوری حدس میزنم چون وسط هفته است و مردم بالاخره تا ساعت 5-6 کار میکنن تا برسن خونهشون یه دوشی بگیرن، میشه خب 7-7:30 بعد بیان اونجا. حالا بیایم اونجا برای چی؟ بیایم با هم ببینیم که چه باید کرد. خب نوشته که فون تو کال، ببینیم چی میشه. نه اونو نمیخوام که بابا جون، ما اینو میخوام. شماره گفتیم چند؟ بله دونات اقاو، بله بله بله، اینجا شماره میزنیم. Make a call. چشم، باورتون میشه این ما یه سیستمی داشتیم اینجا گوگل وایس، به چه سادگی الان آمده ورش داشته، حالا باید بری از توی دستگاه، از توی پروگرام دیگه بیای اونجا و ببینی چه میشه. یعنی دیگه اختیار دست خودمون نیست. حالا ببینیم که اینا هم هستن یا نه، چون اول گفتم دو رو بهشون، بعد ایشون گفت اگه امکان داره ساعت 2:30 با من تماس بگیری. گفتیم چش، اینم از این فون تو کال ویت کانکت، اینم کانکت هنگ آوت، اسم این گوگل هنگ آوت است. میگه your call is free. خب خیلی ممنون، لطف کردید، بالاخره یه چیزی تو آمریکا مجانی شد. خود آمریکایی‌ها میگن there is no free lunch، یعنی نهار مجانی جایی وجود نداره. خب میگه hang out with you and voice call don't work in Firefox for now. خوشتون میاد دوستان، ربع ساعت ما رو علاف کرده تماس بگیریم. حالا که تماس گرفتیم میگه این توی این برنامه کار نمیکنه. خب حالا بریم ببینیم توی اینترنت اکسپلورر کار میکنه. مردم رو واقعا بیچاره کردن این برنامه ها. گوگل وایس، حالا ما هم چی شده؟
تنبل شدیم دیگه اون تلفن قدیمی و سیم و اسپیکر و اینا رو کندیم گذاشتیم اون و اون اونجا برای خودش خاک میخوره، ماهیانه هم داریم پولش رو میدیم، این هم که میخوایم استفاده کنیم هر روز هی عوض میشه نمیذاره. ببینیم چی میگه. چشم بفهم. اینجا من رو باید سینین کنم تو این یکی. ببخشید که من همینجور شما رو اینجا نگه میدارم، میخوام یک کم ببینید ما چه مشکلاتی داریم و بعضی وقتا هم گویندهای دیگر رو بیان. حالا تازه برای من یه چیزی میفرسته اونجا. چشم 56. دوستان شما مثل ما شماره ها رو چپ و راست میزنید گاهی وقتی رفت یه جای دیگه پیدا نشد، بگیم دوباره بفرست. عجیبه. نخیر، ای کاش که آقای مهدی زاده به ما زنگ بزنی، یا من قبل از برنامه باید این کار رو انجام میدادم که حالا اینجوری گیر نکن. فایرفاکس برنامهش که جدید شده چند تا از این سرویس هایی که رقیباش مجانی میدادن به مردم اینا رو قطع کرده و شما ول شدی تو هوا. اینجا یه چیزی هست همون معلق به فارسی، چون اینجا دیدید طرف میگه آقا وسط زمین و آسمون ما رو معلق کردن و خیلی هم شرایط بدی داره. رسید. اوکی. میگه کد نرسید، میگم رسید، من دیر رسیدم. بذار ببینم این 56 92 40. دیگه کدمون هم رو ایر برای شما میگیم، اصلا دیگه هیچ ترسی نداریم. ترس چیه؟ ترس از مرگ بدتره، چون مرگ یه بار میمیری راحت، ترس هر روز شما میمیرید. Make a call. دوباره چشم. چه شماره ای؟ 202 680 04 56. کاش گفته بودم آقای چیز میومد اینجا. اصلا حالا شماره رو ما زدیم. آها سنتو سنتو چیه؟ ما میگیم make a call، میگه بفرسم اونجا. بله کال. تو رو جدت اذیت نکن دیگه این بار. هنگا پلاو. حالا رفتیم تو اینترنت اکسپلوره. خوب همه این کوچ پس کوچا میبرته، آخرش بهت میگی که نه ما اشتباه اومدیم. نمیگه ما اشتباه اومدیم، میگه شما اشتباه اومدیم. option for this site always allow. همیشه آزادی شما بیاد تو کامپیوتر ما. you are all caught up. okay with what happened to تلفن. او میگه میست کار نیست که ایشون هم به ما زنگ زده بنده خدا. دوباره از نو please call with. okay دوستان یه تلفن انقدر مشکل شده، باورتون میشه نیم ساعت از اینجا به اونجا؟ ما از 2:26 تقریبا الان 8 دقیقه است میخوایم یه زنگ بزنیم. اینم صداش باز. ای خدا. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. 2026956984 is not available. بابا ما زدیم 6 8 At the tone, please record your message. When you finished record. ما زدیم 680 phone call. بذار ببینیم حالا چی میشه. عجب. New conversation. چشم. 202 دوستان شما شاهد من. 680 04 56 call. ببینیم این بار چی میگه. 680 04 56. مبارز نستو. آقا چه مبارزه میکنی که هنوز به ستوه نیومدی و نستو هستی؟ الو. سلام قربان. به آقا شما آقای مهدی تبریزی هستی یا آقای مهدی زاده؟ هر دوانه. هر دوانه. خب آقای تبریزی،
آقای مهدیزاده، من شما رو به نام مهدیزاده میشناسم از سالها پیش، از سال 2003-2002. در اصل ایشون در این منطقه خیلی معروف هستن، دوستان کسی هستن که دانشگاه ابو علی سینا رو راه انداختن. آقای دکتر مرتضی انواری هم در اون مورد صحبت کرده. الان چند مدتی هستن که یه برنامه رو به نام 26 راه انداختن. باور دارن که 26 یکی از اسامی خداست و اسمش هم هست God Grace. آقای مهدیزاده عزیز، یه نفر مخصوصا امروز صبح شما اینقدر هی میگی ما بیان، این حتی ننوشته چه ساعتی. خب آدرسشو رفتیم دیدیم جای خوبیه، یک کلیسا هست کنار جاده لیزبرگ پایک توی روتسبن. اولا شما به زبان فارسی، به زبان ترکی، به هر زبانی که با ما مکالمه میکنی بگو بینیم، از چه روزی تصمیم گرفتی 26 هر ماه این برنامه ها رو بذاری؟ هدفت چیه و امشب ما چه ساعتی کجا شما رو ببینیم؟ اولا 26 G-O-D G-7 O-15 D-4 مجموعه میشه 26. اینو امیدوارم یه روزی همه مردم به هم حقی 26 بگه. اون موقع هست که دنیا دان صدا نمیاد. آقای خب من دارم گوش میدم، صدای شما میاد، بفرمایید. توضیح دادم جی او دی یعنی 26. بله شما گفتید حاصل شماره جی او او دی میشه 26. بله جی هفته. خب او پونزده. بله دی چهار. 4 و 15 میشه 19 و 7، 26. تو ایران تو ایرانم یه چیزای اینجوری داشتیم، مثلا میگفتن نمیدونم. خب حالا نشنیده، ولی من امروز پشت یه ماشینی که شماره تگش با 26 شروع میشد، خب ساعت 7:26 دقیقه بنده به این ماشین که جلو من وایستاده بود بوغ زدم و بعد با اون خانم صحبت کردم، گفتم ما 26 هر ماه جشن داریم برای به دست آوردن رضای خدا. اصل منظور ما ازدیاد انسانهای نازنین و کسب رضای الهی است. دیروز گذشته، ولی برای آینده باید فکر کرد که نیاز دنیا چیه. نیاز دنیا این است که ما خداوند را در تمام کارهامون، امورامون شاهد و ناظر بدونیم و در حق هم کمک، نه اینکه اذیت. یا خدا ما را برای help آفریده، نه برای hurt. این فلسفه و اهداف ماست و اونایی هم که میان الان خدا را 6 سال میان و 26 رنگ میزنم همین محله میپرسن، تقریبا داره جا میفته. به محض این که ما احساس موفقیت کردیم، شهرهای دیگه نیویورک، شیکاگو، لس آنجلس، میامی، هیستون و بعد از اون لندن، پاریس و شهرهای دیگه برگزار خواهد شد. خب حالا امروز بیشتر برای ما توضیح بدید. شما گفتید این گرد همایی ها برای رضای خداست. منی که میام اونجا شام میخورم و از موسیقی لذت میبرم و به سخنرانی مثلا آقای دکتر مرتضی انواری یا یه سخنران دیگه گوش میدم، این واقعا خدا رو راضی میکنه؟ خدا رو اون راضی نمیکنه. ما یاد میگیریم که خداوند ما را برای چه خلق کرده و وقتی که ما مواظب افکار و اعمالمون هستیم و مثل انسان در حق هم دیگر رفتار میکنیم، در اون لحظات هر چسب رضای الهی میشه. بسیار عالی. بنابراین بگید که امشب برنامه شما چه ساعتی شروع میشه و به قول معروف ساعت 7 شروع میشه تا 11 شب. هفت اون آدرسش هم که خودتون اشاره فرمودین آدرسش رو داریم. بله آدرسش رو داریم، روی صفحه هم نشون میدم و امروز هم زدم نگاه کردم، یک جای بسیار قشنگه، یک کلیسای خیلی خوبه. آقا حالا شما که میری تو کلیسا
دوستان فردا شما رو نمیگن، نمیدونم شما مزدور مسیحی ها هستی، نمیدونم. نه ببینید جناب سربی، ما فقط خودمون هستیم و خدای خودمون. من اشاره کردم دیروز گذشته، تمام این تکنولوژی هایی که امروز میبینیم ریسش کتابال آسمانیه. ما با هیچ گروهی با هیچ کسی نه کاری داریم و نه کسی را میخواییم تحقیق کنیم نه به کسی توهین کنیم. فقط باید اینه بدونیم که رضای خدا را برای چی مطرح میکنیم. بسیار عالی. دینای دیگه زحمات خودشون کشیدن، کارا خودشون کردن. اگر بعضی از رهبرا یک سو استفاده هایی میکنن در گذشته، در طول تاریخ بوده و این لکمه میزنه به اعتقادات مردم. آقای ما سعیمونه که از این مسیر دور باشیم. بسیار عالی. شما معمولا افراد هنرمندی رو دعوت میکنید؟ یه دوست جوانی هست معلم، میاد آهنگای مختلف میخونه، حامد میاد، همسرشون میاد، دوستان دیگه میاد. امشب هنرمندی هم هست اونجا برای به اصطلاح هنرمند هم والنتیر داریم. شنیدم آقای دکتر نامی تشمیارن، آقای کشاورزی هم سری شما بیالون میزنن. بله حمید کشاورز نیا، خب دیگه مجبورم که بیام دیگه، یعنی عذر و بهانه هم نمیاد. بله اون وقت سهلا، خانم سهلا هستن، خانم سهلا و چند تا خواننده های دیگه هم داریم. متها ما میخواییم با شادی به طرف خداوندمون خالقمون نزدیک بشید. حالا اونایی که باور به خدا ندارن اونا هم آزادن بیان دیگه، نه بیان تا باور. والا آفتاب که بلند هر روز طلوع میکنه برای همه طلوع میکنه دیگه. بسیار ما کاری نداریم کسی به خدا اعتقاد داره یا نداره. یک بسیار خود خدا هم مهم نیست براش اعتقاد دارن یا نه. بله. فقط اعمال انسان هاست که مورد نظره. بسیار خداوند اشاره میکنم هر قد میتونیم به هم خوب باشیم. ما به عبادت و نمیدونم اعتقاد به خدا ما نیاز داریم نه خدا. خیلی قشنگ گفتید شما، چون همیشه گفتن اگر خدا قادر و توانا هست نباید اینقدر ضعیف باشه که به نماز و دعای شخص مثل من و دیگران احتیاج داشته باشه. من از شما ممنونم. من بعد از اینجا یک کاری دارم، ولی حتی به خانمم هم گفتم که میریم اونجا سر میزنیم. الان شما گفتید آقای کشاورز نیا هم میان، دکتر نامی هم میان، اینا حتما میایم اونجا. و دوستان ساعت 7 شب اونجا باشید و سوالای دیگر رو از خود آقای مهدیزاده بپرسید. آدرس اونجا هست 8991 بروک رود مکلین ویرجینیا. و اگرم مشکلی داشتید آقای مهدیزاده همیشه تلفنش همراهشه 202-680-0456. منم امشب باز تلفنم همراهمه 703-957-6150. میتونید تماس بگیرید و امیدوارم دوستان زیادی رو اونجا ببینیم. میدونم که وسط هفته است، ولی بیاین مثل آلمانیا چهارشنبه رو به عنوان میتوخ وسط هفته تعطیل کنیم، بریم به خودمون برسیم. آقای مهدیزاده از شما ممنونم. اگه توضیح دیگه ای هست بفرمایید، اگه نه که شما رو تا 3-4 ساعت دیگه اونجا، 5 ساعت دیگه میبینیم اونجا. من فقط از خداوند آرزوی موفقیت میکنم برای همه انسان ها و اونایی که سالهاست برای موفقیت انسان ها تلاش میکنن اونا رو موفق و معید آرزومه. یکم مثل جنابالی که همون از اسمش معلومه، تلویزیون مردم یعنی برای مردم. ما هم وظیفه داریم از پیشرفت کار شما استقبال کنیم. آقای مهدیزاده اون راجب سفر نیویورک هم روز جمعه با اتون صحبت میکنم. سپاس فراوان. بسیار ممنون، به امید دیدارتون. خیلی ممنون که با ما صحبت کرد. تمنا میکنم. خدا حافظ. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای مهدی تبریزی یا مهدی زاده بودیم که امشب برنامه‌ای دارن. این هم مثلا ایشون گفت خب اگه کسی هست که میتونه اینو برای ما با فارسی بنویسه و اینها تماس بگیرن. دوستان به همدیگه کمک کنید. من ممنون و متشکرم.
که میان فعالیت میکنید در قسمتایی که سیاسی هست اسمشو اینها، ولی باور کنید این همه به فکر خودمون به کارهای سیاسی انجام دادیم، به کجا رسیدیم؟ هر کدومون 10 تا دوست داشتیم، 5 تاشو امسال از دست دادیم به خاطر اختلاف سر یه موضوع، 3-4 تاش بنده خدا فوت کرده مرده، اون یکی دوتای دیگه هم با هم دیگه حرف نمیزنیم سر حالا ترامپ یا سر اون یکی. راجع به این مردن خدمتتون بگم، یک کتابی هست به نام Option B. Option همون یعنی گزینه. مثلا تلفن شما وقتی بازش میکنی 10 تا آپشن داره، یعنی 10 تا گزینه یا حق انتخاب داره. یک خانمی هست که یکی از مسئولین یعنی معاون این صاحب فیسبوک هست، یعنی اینایی هم که میدونی دیگه از لحاظ آیتی اینا دیگه بالای مثلا بعضی ها میگن بابا اینا مال یه دنیای دیگه هستن. همسرش 50 سالش نشده بوده فوت کرده، نه مثل آقای عارف لرستانی سکسکش بگیره بره درمونگاه سوزن بهش بزنن بره خونه بعد بنده خدا فوت کنه سکته قلبی کنه بعد شایع کنن کشتنش دسیسه بوده و اینها. همسرش داشته بازی میکرده با بچه هاش میفته میمیره. این خانم اصلا زندگیش داغون میشه. بذارید من ببینم میتونم روی وبسایتی روی صفحهی پیدا کنم اینو، چون یکی از دوستان خوب ما خانم شایسته الهامی توی فیسبوکشون هم نوشته بودن و مادرشون رو از دست دادن و جالب اینه که من فکر کنم ایشون از طریق مادرش با من آشنا شد با برنامه من. مادر ایشون وقتی که به اصطلاح برنامه تلویزیونی رو نگاه میکردن و اینها برنامه ما رو نگاه میکردن تا اون آخرم لطف داشتن و من هم هر وقت برای ایشون می نوشتم سلام مادر رو برسونید. ایشون اون اواخر می گفت حتی دیگه مادر من هوش حواس نداره، ولی همین که بهش میگم سوربی سلام رسونده، باور کنید بعضی وقتا خوراک نمیخوره، ولی وقتی میگم مثلا سوربی خوراک میخوره. گفتم اون فکر کنم مادرتون گفته اگه نخورم الان سوربی میاد میخوره، بازم توپلتر میشه. در اصل خدا رحمت کنه ایشون رو، روانش شاد، فوت شد. و من میبینم که بعضی وقتا وقتی یه نفر توی فامیلمون یکی از دوستانمون فوت میشه، ما با این مغزمون با لاجیک و اینها جوابی براش نداریم، اصلا میمونیم. خود من برادرم 30 سال 84 32 سال پیش کشته شده. شما باور کنید یه روز نیست که من به فکرش نباشم، به هر دلیل. از یه جای رد میشم یه جوونی میبینم یه دلیلی میاد من یادم میفته و هنوز نتونستم اینو تجزیه و تحلیل کنم. توی آمریکا شاید توی ایران هم الان باشه، وقتی یکی فوت میکنه یه گروهایی هست که اونها هم همین مشکل که نه همین برنامه براشون پیش اومده، میشینن دور هم جمع میشن صحبت میکنن اینها. ولی این خانومه نوشته که این آپشن بی مردم رو به اصطلاح کمک میکنه تا این ضایعه بزرگی که براشون بابا همسرش رو از دست داده، یه دفعه 50% خانواده، چون پدر و مادر 50-50، اون بچه ها فعلا درصدی نیستن تا بزرگ بشن. بعد میگه رفتم و اصلا داشتم دیوونه میشدم و اینها، کتاب نوشته، یه وبسایتی راه انداخته به نام optionb.org و اینا، باز یاد بگیریم از اینا. وقتی یه چیزی براشون پیش میاد از اون استفاده میکنن، به دیگران کمک میکنن و این کمک کردن به دیگران اینها رو ساتیسفای راضی میکنه و این رضایت باعث میشه که زندگی بهتری داشته باشن، کشورهاشون زندگی بهتری داشته باشن و الی آخر. در صورت من دنبال نسخه شنیدنی این کتاب هستم، کتاب Option B. تنبلم دیگه، اینا رو معمولا موقعی که دارم رانندگی میکنم گوش میدم و خیلی هم خوبه. به ایرانی هم الان رایج شده، بهشون میگن کتابهای گویا و خیلی راحت. حسنش هم اینه که برای من و شمایی که سنمون بالا بوده نسبتا اومدیم خارج، اینا وقتی خودشون میخونن، مخصوصا اونایی که خود آتور یا خود نویسنده با صدای خودش میخونه، تلفظ و کلمات و اینا رو که میگه، دیگه شما خیلی آشنا میشید.
بهترین کارش اینه که شما کتابه رو تو دستتون داشته باشید، اون براتون بخونه، شما مثل روز اولی که معلم میومد کتاب فارسی برامون میخوند، داستان مثلا رستم و سهراب، ممکن بود قبل از اینکه اون بیاد اتاق، ما با وجودی که این همه رستم و سهراب تو خونمون شنیده بودیم، باز اینو که میدیدیم میگفتیم رستم، ولی اون تا میومد میگفت امروز براتون رستم و سهراب رو میگم، دیگه این نقش میبست تو مرز ما که این رستمه و الی آخر. البته این داستان رستم و سهراب ما رو بیچاره کرد، هممون یه مش آدم های پیزوری تو آینه نگاه میکنیم، بعد میبینیم رستم یلی بود از سیستان، بیچاره بنده خدا سیستانی ها همه چروکیده و لاغر و گرسنه، همه حکومتان بهشون ظلم کردن، رستم یلی بود از سیستان، مثل آخوندام ریش داشته، ریشم دو قسمتی بوده. بعدم شما میخواین مثل رستم باشید بچه خودتونو به اشتباهی بکشید؟ این چه تربیتی بوده؟ کجا بوده؟ آقا راننده تریلی بوده، خونش نبوده، بچهشو نمیشناخته، تا بچهش بزرگ شده با هم جنگ، داستانای افتضاح. خب یه دوستی فکر کنم اسمش کردی باشه، هانت هامون، درست میگم دوست عزیز اسم شما رو، نوشته چه جوک مسخره‌ای هستن این اپوزیشن. دوست عزیز، آخه برای که الکی به هم دیگه میگیم اپوزیشن، آقا طرف میگه من اصلا نه پوزیشنم نه اپوزیشن، من نظرم رو دارم میگم، طرف میگه نه آقا این مزدوره، تا گفتی مزدوره یعنی این پوزیشنه دیگه، یعنی با حکومت، حالا اپوزیشن یعنی مخالف اون پوزیشن، طرف میگه آقا من اگه اپوزیشنی بودم که در نمیرفتم، اون موقعی که جوان بودم تازه میتونستم یکی رو بزنم و در برم فرار کردم، حالا شما میخواین از من که 61 سالم شده بلندشم برم کجا بمب منفجر کنم؟ دوست عزیز من، کی به شما گفته اپوزیسیونه؟ من عکس شما رو نشون میدم، خود شما ببین این صفحه فیسبوک، من نمیدونم حالا این عکس خودته عکس دیگری هست، چون فکر نمی کنم عکس خودت باشه، حالا دلیلشم براتون میگم، چون ما هرچی توی فیلم ها دیدیم اینایی که خال میکوبن، اولا که خال کوبی همینجا هم از توی زندان ها و آدم های خاطی و اینها شروع شده، توی ایران هم که همینجور، شما اومدی اینجا اسمتو نوشتی هانت همون، شاید کمی با فاصله هم از خودم، شاید کمی هم بی حوصله هم از خودم، اما من هنوز هم هستم عاشق خودم. خب خدا رو شکر شما عاشق خودت هستی، توی لندن زندگی میکنی، یونایتد کینگدم، توی مهاجر تکنیکال یونیورسیتی آف اصفهان، این دانشگاه آزاد، احتمال زیاد دانشگاه آزاد، دیدید یه مردی اومده تو انتخابات میگه من 4 کلاس سواد دارم ولی قولتون میدم از دانشگاه آزادیا بیشتر بفهمم، حالا دیگه نمیدونه، اونو باید آزمایش کنیم. خب حالا شما ببینید یه عکسی گذاشتی که یه ساعت و نمیدونم این چیزا هست، این کاور پیجه، یعنی این مثل یه جلد کتابه، من که از این چیزی نمیفهمم، حالا میام عکس خودتون رو نگاه میکنم که مثلا شما رو ببینم با گوشی و نمیدونم چیز، دکتر هستی، وکیل هستی، قاضی هستی، معلم هستی، مکانیک هستی، عکس شما اینه، یا عکسی که از یه جایی کش رفتی گذاشتی اینه، یک خانم زیبایی داره با این دستگاه، با این دوستان دیگه، با این دستگاه ها خال میکنن، جوهر میذارن اینجا، اینا تق 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 سوزن میزنه و شما هم وایستادی داره عکس میگیره. خب حالا شما حتما، شما هم یکی دیگه شما رو اپوزیسیون میدونه، یا شما خودت رو اپوزیسیون میدونی، من دوست دارم، دعوتم کردم از شما مهمان من باشی، احتمالا اگه این عکس مال شما باشه که فکر نمی کنم، آدم جوانی هستی، اگه عکست رو نذاشتی شما توی لندن قانون فیسبوک رو زیر پا گذاشتی و من و دیگران باید شما رو ریپورت کنیم، بگیم این اکانت فیکه، شمایی که توی لندن قانون فیسبوک آمریکایی رو زیر پا میذاری، چگونه میخوای آخوند توی ایران قانون به شما بده؟
بیا اینو برای من توضیح بده. همونجوری که با آقای برومند میگم که آقای مهدی برومند که به همه فوش میدی، شما بیا به من ثابت کن که آقای رضا خان میرپنج وطن پرست بوده. آقا بنده خدا از گرسنگی بیکاری رفته شده قزاق، گردن کلفت بوده، قلدر بوده، کردنش رئیس، رسیده به این دستگاه، به اون دستگاه، بعد دنبال یه آدمی میگشتن که چیزی ندونه. این بنده خودم سوادی نداشته گذاشتنش اونجا. تا روزی هم که شاه نبود آدم خوبی بود، همچین که شاه شد، چون شاهی که شد شاه آخوندا شد. حالا طرف برای من همین آقای برومن نوشته که قاجار آخوندا رو فلان، این آقای رضا شاه آخوندا رو بیچاره کرد. میگم آقای رضا شاه پیاده رفته مشهد، آقای رضا شاه گل مالیده به سر خودش، آقای رضا شاه با حکومت مشروطه شده شاه، یعنی با 4 تا آخوند مهر این گوشت خوبیه بزنن رو دنبش. چی داری میگی عزیز من؟ یکم کتاب بخونید، اینقدر این تلویزیونای مزخرف رو گوش ندید، 4 تا کتاب بخونید، این 4 تا کتاب رو هم اینجوری قاطی کنید وسط خطا رو بخونید ببینید چی میشه. در اصل دوستان شما هم میتونید مهمون برنامه ما باشید و خوشحال میشیم. اینایی که با من کلکل میکنید اینو مینویسی بعدم میگی خب حالا چی شد، میگم آقا من که نمیتونم به 13,000 خورده نفر بیام بنویسم، شما یه چیزی مینویسی میگم آقا بیا فکر خوبی، بیا مهمون برنامه ما باش. وقتی شما بیای اون 13,000 خورده به اضافه خورده نمیدونم روی مردم تی وی ما رو میبینن، به اضافه چند هزار تا که روی نمیدونم ایرانیان آی پی تی وی میبینن، اونا میان نظر میدن، بعد میگن این درست میگه اون درست میکنه، در تصمیم گیری هاشون کمک میکنیم. این تا اونجایی که من میدونم. خب خیلی ممنون از این دوستمون، من یه مدرکی میخواستم، زنگ زد طرف گفت که این خیلی طولانیه و به من اجازه بده که دیجیتال ازش عکس بگیرم و اینها برات بفرستم. گفتیم باشه. یه دوستی به نام کی همین الان 50 دلار فرستاد، چون نمیدونم میخواد که اسمش رو بگم یا نه من نمیگم. اگه برنامه رو الان شاهد هستید و میبینید بگید، در اصورت مهم نیست. اونایی که کمک میکنن دنبال این نیستن که اسمشون یه جایی پخش بشه، و ما داریم، میگه که وقتی میخوای به یکی کمک کنی همچین کمک کن که اگه با دست راستت کمک میکنی دست چپ با خبر نشه، تظاهرات نباشه. دوست عزیز من، این 50 دلاری که شما فرستادی من نه باهاش شاه میشم نه باهاش فقیر میشم. بدبختی به اینه این روزا شاه شدنم همچی افتخاری نیست. دوستان شما میخواین شاه باشین؟ شما دوست داشتید بچه شاه باشید؟ شما دوست دارید رئیس جمهور بشی؟ والا به خدا من اگر نمیدونم چی بگم، مثلا بگم سال 1,000,000 ممکنه خر بشم قبول کنم، ولی اینا چی هن میرن دنبال این مقام ها؟ من یه روزی اگر آقای امیر احمدی بیاد اینجا میخوام بپرسم آقا حالا شما درسته میگیم ما وطن پرستیم میخوایم بریم ایران رو درست کنیم، ولی چیه که این آزادی خودتون، آزادی خانوادتون رو به این قیمت خیلی کم میفروشید؟ شما که احتیاج به این حقوق رئیس جمهور تو ایران چقدره؟ حقوق رئیس جمهور تو آمریکا، رئیس جمهور آمریکا میدونید که قدرتمندترین فرد رو کره زمینه بعد از آقای پوتین، 400,000 دلاره. من وقتی اومدم آمریکا 200,000 دلار بود. والا ما داریم دکتر، معلم، ما داریم فروشنده ماشین سالی 500,000 دلار می‌سازیم. من یه دوستی دارم مجاهدم هست، این شیرازی هم هست، سالی 1,000,000 دلار از این تو ایران ببینید صافکارا با چکش و سنبه بود، نمیدونم چی بود، تق 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 می‌زدن. اینجا که این کارا نمی‌کنه، اینجا فوری اینو پیچ باز می‌کنه میندازه بیرون، یه گلگیری می‌ذاره اینا خودش دم خونه آقای فیلابیگو های سرمی. من سالیانه بیش از 1,000,000 دلار میسازم از این تعمیرگاه و از شرکت بیمه، نه یعنی با شرکت بیمه کار میکنم و اینقدرشو میدم به زن قبلی که طلاق دادم، باقیشو میفرستم برای مجاهدا، که اون میگفت سالی 600,000 دلار و فلان و بیسار و اینها. بله آقای اوباما الان قراره بره یه جای صحبت کنه، 400,000 دلار بهش پول میدن.
ممکنه بگیم اوباما برای پولش اومده، چون اوباما تا روزی که آمد رئیس جمهور شد هنوز هم خودش هم خانمش داشتن بدهی‌های دانشگاه رو پرداخت میکردن. ولی شما میخوای بشی بچه شاه، الان ولی عهدی باشی که نه عهدی هست نه شما ولی هستی، تلویزیون نشسته اونجا میگه تلویزیون نمیدونم افق فردا افق چی یه ساعت برنامه، اون آقا میاد صحبت میکنه، همشون الان نشستن خوشحال که خامنه ای میخواد بمیره. خب آقا خامنه ای مرد، حسن رفت تعقیب جاش. ببخشید اینو میگم، میدونید برنامه من خیلی رو راسته، تو شیراز میگفتم خب گو رفت سنده به جاش، خونه نمونه بیکت خدا. که چی آخ آقای آقا زمانی، اگر خامنه ای بمیره رضا پهلوی که میشه میره ایران؟ آقا این رضا پهلوی ایران برو نیست، برو یه فکری بکن به حال خودت، جوونی دکتری نمیدونم، شما هم دکترات امیدوارم از آقای صمدانی نگرفته باشی، در صورت چه میدونم والا چی بگم. خب بریم دوستان ببینیم براتون توی این قوطی چی گذاشتم، و باز هم بعد از دیدن اون فیلم دوستون آقای حسین محمدی واقعا از دیو و دد ملول نیستم و حیوانم آزم، چون ما دیو و دد رو برامون درست توضیح ندادن، گولمون زدن. خدا میدونه که بابا این دیو ممکنه از این آدمایی که الان دیدی طرف رو میذاره توی چیزی مثل زندان، زنده زنده آتیشش میزنه، یا میکننش توی یک اصلا آدم میگه ناراحت میشه، میکننش توی یک استخری که توش پر از اسیده. شما یکم دستتون زخم باشه یکم نمک بریزی روش ببین چه این زخمه، چجور بدنتو میکنن تو اسید تا بمیری، و این اسیده شروع میکنه جو، بعد یکم وایساده فیلم میگیره میذاره، بعد میگه که ما اینا رو کشتیم که بریم بهشت. ای مرده شور اون بهشتی رو ببر که تو توش باشی، من نمیخوام تو اون بهشت بیام. پیشکش خودتون، پیشکش خودتون. هرچی دیکتاتوره که فکر میکنه میره بهشت، امیدوارم همتون اونجا با هم باشین، همون بهشت رو هم عین همین دنیا بکنید یه جهنمی که دیگه اصلا هفت برابر اینجا گرمتر رو نمیدونم چی بگیم مال. خب و اما آقای ستار 6 می میان اینجا، این رو هم بهتون نشون بدم. و وقتی که با آقای مهدیزاده صحبت کردم براشون گفتم که ببین آقا، مثل این آگهی ستار که آقای آرمان شهبازی درست کرده و دوتا فلایرش، هم به فارسیه هم به، خواستم بگم هم به فارسیه هم به ایرانی، هم به فارسیه هم به انگلیسی، نشته ستار سددی می 6، یعنی 6 ماه می، ساعت 9 درها باز میشه، ساعت 9:30 برنامه شروع میشه. وقتی ساعت 9 هست یعنی دیگه شما شامتون رو خوردید. من پیشنهاد میکنم شام سنگین نخورید، چون اونجا اپتایزر و نوشابه و اینها قسمتی از پول بلیتتون که میدید اون رو کاور میکنه، ولی اگه خواستید مشروب بخورید اون کنار بار گذاشتن، اینجا بهش میگن کش بار. من هم امشب میرم این مهمونی ضیافت خدا و میرم ببینم خدا اونجا هست، میگم که همه سرشون میکنن تو آسمون اون بالا دنبال میگردن، یه شنبه تا یه شنبه میان تو چرچ دنبالتو میگردن، شنبه دنبالتو توی کنسا میگردن، جمعه دنبالتو توی مسجد میگردن. آقا خب بیا توی تلویزیون مردم قشنگ بگو من خدا هستم، پدرم هم. والا حالا این عیسی مسیحیام یه چیز دیگه میگن. امروز داشتم یه بحثی رو با یه نفر، روزگار غریبی، شما اگر یه دوربینی من بذارم اینجا از صبح که میام، روزایی که اینجا هستم، برنامه من رو لایو ببینید، فکر کنم بهترین برنامه باشه. میدونید تو نیویورک یک کسی لخت با یه شورت وایساده گیتار میزنه، بهش میگن نیکد کاوبوی، یعنی گاوباز گیتار زن. حالا من نمیدونم گاوبازیش دیگه از کجایی، چون کلاش و پوتینش و اینا اینجوری. این شما نمیدونی اومده تو خونهش، تو توالتش، تو اتاق خوابش، تو دستشویش اینا گذاشته، مردم هم پول میدن که نگاه کن. اون وقت ما میایم اینجا یه ویدیو برای شما میذاریم، تو شمال ایران یه انسانی رفته لب دریا دیده یه سگی
حامل است، بارون میاد، سرماست، اینو برداشته اومده خونش. خب ایرانی ها سگو نمیبرن حالا تو اتاق خوابشون، پرش کنار حیاتش چهار تا تابوک بلاک، نمیدونم سندر بو چی میگفتن، سندر بلاک گذاشته، یه تخت گذاشته رو سرش، بعد زنگ زده تماس گرفته با آقای حسین محمدی، اونم با چه عشق و علاقه‌ای به این میگه بیا مادر جون بیا اینجا، اون بچه ها رو بغل میکنه، ماچ میکنه. من یکی از دوستان تو ایران میگم من میخوام برم سگ هاسکی بخرم، کجا برم بخرم؟ گفتم آقا نمیخواد بری بخری، که این بازار غلط سگ پروروندن که اونا رو هم شما نمیدونی، طرف میگه این چیه پیور برید، نمیدونم برید فلان بیسار، اینها نمیدونی چه بدبختی به این حیوانا میارن. برو اینی که 7 تا بچه درست کرده الان اینجا هست، اینو یکیشو بگیر از آقای حسین محمدی، هر ماه هم بابت این لطفی که اون کرده به تو، تو هم یه لطفی بکن به دیگران. ای کاش تلویزیونای ما سر عقل بیان، اونا هم مثل من نفهمی رو کنار بذارن، عاقل بشن، بگن آقا ما 15 سال 20 سال 30 سال به همدیگه پریدیم، یقه همدیگه رو پاره کردیم، یه کوچلوار قرضی هم که داشتیم نداریم، امروز باید با این پیرنه بیام. ولی این پیرنه مایه افتخار منه. من 2 تا بچه، یه پسر یه دختر، هر دو رو فرستادم ویرجینیا تک و خیلی هم خوشحالم، هم اونا موفق بودن، مخصوصا تو این موقعی که بیکاری بود و اینها، هر دوشون اون موقع فارغ التحصیل شدن، ولی هر دوشون از توی همون دانشگاه ویرجینیا تک، یکی از دانشگاه‌های خوب آمریکا اینجا، ببخشید ویرجینیا، از توی همونجا استخدام شدن. الحمدلله دیگه الان نه احتیاج به ما دارن، خدا رو شکر ما هم احتیاج به اونا نداریم. حاصل 9 سال رفتن دانشگاه، اومدن اون دوتا و ما هی بریم ببینیمشون، این هفته اون هفته 4 ساعت از این ور رانندگی کن، 4 ساعت از اون راه رانندگی کن، 2 چیز برای من شده، نه 3 چیز، چرا دروغ. یه لیوانی هست که نوشته تو بهترین بابای دنیا هستی. گفتم این هر کی چاپ کرده خیلی نادان بوده، مگه شما چند تا بابا داری که بفهمی من بهترینم اون یکی بدترینه؟ بگو تو بابای خوبی هست. این یکی، این یه لیوانی که توش قهوه میخورم. این پیرنه هست که نوشته ویرجینیا تک. اتفاقا امروز با دوتا با یه هندی و یه آمریکایی قرار داشتم، میدونی آدم بعضی وقتا یادش میره که چی پوشیده. بعد خانم تو اومد گفت او وی تک، گفتم آ وی تی، گفتم وا، گفت ویرجینیا تک، گفتم آها حالا یادم افتاد. در صورت دومیش این بوده، سومیش دختر من یه پیرنی برای من خریده که نوشته بابا وزارت چی راه و ترابری، نمیدونم ترانسپورتیشن و دارایی و فلان اینا بود، یعنی کمک کرد ما بگیریم لیسانس و نمیدونم فوق لیسانس و اینها. الحمدلله از این بابت خوشحالم و برگردیم سر همین کت شلوارای همدیگر رو پاره کردیم. این کراوات هم که احتیاج نداره کسی پارش کنه، چرا کراوات اینجوری میسازن؟ پشتشو وقتا هم گفتن ساسون یا زیگزاگ میزنه، اینجوریش که میکنی دوبار باز میشه از هم دیگه. حالت کراوات انقدر ارزونه که دیگه لازم نیست این روزا بشورین. ما نمیخوایم دنبال کراواتای نمیدونم آنچنانی نیستیم، همین یه چیزی میزنیم که حالا دیگه خیلی هم از این بازار تبلیغاتی دروغین عقب نباشیم. و اما بریم سراغ تودی. تودی یعنی امروز. خب ستار رو نشون دادیم، تودی 26 رو بهتون گفتیم و این آقای دکتر ایران بومی یه برنامه‌ای داره پنجم، هی که من میگم پنجم می به جای ششم می برای آقای ستار، به خاطر ایشونه. یه دو تا ویدیو درست کردن، من گفتم ویدیوها خوبه پخش کنم، ایشون گفت که نه میخوام از این بهتر بشه. میدونی آدمایی که پرفکشنیست هستن، پرفکشنیست تو ایرانی چی میگیم دوستان؟ یا برام بنویسید یا تو فیسبوک اینها، نمیدونم. اینجا اینایی که پرفکشنیست هستن یه چیزی رو درست میکنن، بعد میگه نه اینجاش خیلی کج شد، دوباره یکی دیگه درست میکنن. درست بعضی وقتا اینا عقب میافتن از آدمای معمولی. و نمیخوام من بگم آقا هرچه شد چی میگن بزن برو، ولی وقتی خیلی پرفکشنیست باشی هیچ کاری تموم نمیشه، شما چون میخوای بعدی رو انجام بدی شاید بهتر از این باشه. این دوست ما یه فیلمی رو فرستاده، مال سال 1901 هست،
از انگلستان. چقدر خوب میشه اگه شما یه توضیحی هم رو این بنویسید که من وقتی این ویدیو به دستم میرسه بدونم درباره چیه. حالا نگاه میکنیم. متاسفانه چون این دوست ما در خلیج فارس و کشورهای اونجا زندگی میکنه، وقتی هم که یه فیلمی به اصطلاح زیرنویس داره، اون زیرنویسه معمولا عربی هست. حالا ببینیم به غیر از عربی، از انگلیسیش، یا میدونید بعض وقتا خود تماشای فیلم گویاتر از 100 تا گفتار هست. حالا ببینیم این چی هست. 1 دقیقه و 20 ثانیه است. It would have been shown in July 1901. The use on the fairground bioscope shows the children seen in front of the camera would have been child workers. The smaller ones are obviously taking. اینو بعدن یه وقتی از آقای مهداد خانساری بخوام که ایشون انگلستان زندگی میکنن، این لهجه انگلیسی هم بهتر از ما بلدن، جوون بودن اومدن خارج، بیشتر از ما انگلیسی میدونن، یه فارسی رو صحبت کنن یا زیرنویس داشته باشه تا ما هم بتونیم برای شما توضیح بدیم. و بله 1901 یعنی 116 سال قبل 116 سال قبل، قرن بیستم بوده دیگه، نه؟ بله، اینم قرن بیستم هم ماجراییه. قرن بیستم اولش خیلی افتضاح بوده، تا سال 1945 و نمیدونم 46 و بعد 50 و هر دههیش یه ماجرایی بوده، یه مکافاتی بوده، چندین قحطی توش بوده، چندین جنگ داخلش بوده و حتی خود ایران هم از این قحطی ها مصون نمونده. و اتفاقا همین آقای مهدی برومند، چون ایشونم من فکر میکنم میدونید وقتی به یکی میگن سواد آکادمیک یعنی رفته خونده مطالعه کرده، فکر میکنم چیزایی که میدونه این ور اون ور از تلویزیونا شنیده. و وقتی شما از تلویزیونا میشنوی، گاهی وقتی دو تا کانال که عوض میکنی قاطی میکنی، مثلا این راجع به انگلستان و نمیدونم قاجار میرفتن فرانسه، آقا قاجار پول از کشورهای دیگه قرض میکرده میرفته، قاجار که هنوز نفت نداشتن، پول نداشتن که به اصطلاح بتونن خرج کنن، میگه قاجار میرفتن فرانسه زنبازی فلان، اگه میرفتنم پول قرض میکردن میرفتن. در صورت این چیزایی که شما میدونی خیلیش اشتباهه. تنها جوری که حل میشه یا این که توی فیسبوک یه مدت چیزی ننویسی بری کتاب بخونی، یا این که با دیگران مخصوصا اونایی که مخالفت هستن بشینی صحبت کنی، بعدم قرار شد شما مصاحبه خودتو نگاه کنی ببینی چند بار من خواستم صحبت کنم شما هی پریدی تو حرف من. شما برو مصاحبه منو با آقای مهداد خانساری نگاه کن، ایشون قشنگ توضیح میده، بعد وای میسه یه لبخندم میزنه، یعنی حالا شما بگو، من میگم، من صبر میکنم، ایشون میگه. افرادی مثل شما تو جاهای درست حسابی نرفتن صحبت کنن، نرفتن یه جایی یه مادریتور اونجا باشه که بگه آقا تو 2 دقیقه صحبت میکنی، این 2 دقیقه صحبت میکنه، ولی این تو صحبتاش اگه یه چیزی گفت راجع به شما، شما 30 ثانیه راجع به صحبتای اون صحبت میکنی، این 2 دقیقه 2 دقیقه و 30 ثانیه بسته میشه، دوباره یه 2 دقیقه 2 دقیقه جدید باز میشه. ما بلد نیستیم، ما الفبای مناظره رو بلد نیستیم، الفبای گفت و شنود رو بلد نیستیم، الفبای گفتگو رو بلد نیستیم. و من همیشه میگم چرا میگن گفتگو، بعدن فهمیدم برای که هیچ کی نمیخواد بشنوه. من سعی میکنم بگم گفت و شنود، یعنی من میگم بعد شما بگو، وقتی من میگم شما میشنوی، وقتی شما میگی من میشنفم. شیرازی ها میگن میشنفم، شما تهرونی ها دیدم بعضی هاتون میگید میشنفم، بعضی هاتون میگید میشنوم، کدومش درسته؟ از استادش طرف پرسید آقا بعضی ها میگن گمان، بعضی ها میگن گمان، کدومش درسته؟ استاده گفت به گمانم، هم گمان درسته هم گمان. اصلا قشنگی اینیه که اون شیرازیه اینجوری حرف بزنه، شما تهرونیه که اصلا نمیدونی هم از کجا اومدی تهرونی شدی اونجوری حرف بزنی، اون کرده اونجوری حرف بزنه، اون لوره اینجوری حرف بزنه، اون یزدیه اینجوری. و اگر شما میخواین آدم خوبی باشین باید همه جاها رو برید این صحبت ها رو با گوش دل بشنوید و بدون بی احترامی کردن یاد بگیرید.
اینم از این ماجرا. آقای مهدی برومند این به عنوان یک open invitation بود، یک دعوتنامه سرباز به شما. خب ببینیم که چرا همه ما عصبانی و ناراحت هستیم، چرا به جای گفتگو و پیدا کردن راه حل به یک دیگر فحش و ناسزا و تهمت تحویل میدیم، چرا نگفته این؟ این را آقای چمنارا فرستاده در جواب اون برنامه دوشنبه‌ای که آذرنن آقای چمنارا راجع به آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی نوشتن که چندین سال پیش، نزدیک 20 سال پیش با ایشون صحبتی داشتن، حتی دعوت کردن از ایشون، ایشون رفته شیکاگو و اینها، و آقای سهراب چمنارا میگه آقای هوشنگ امیراحمدی انسان شریفی است، مرد مؤمن، مؤمن نه اینکه روزی 17 تا نماز بخونه یا شنبه ها بره کلیسا، یک شنبه ها بره کلیسا، ایمان داره به کاری که انجام میده. حالا آقای چمنارا میگه چرا نگفته ایم که سفرمان زرتشت حتی قبل از ورود آریاییان به این سرزمین که بعد آن را ایران نامیدند وجود داشت و این آخوند زرتشتی بود که از روی گارت‌های زرتشت اوستا را نوشت و آن را وارد حکومت ساسانی کرد و باعث سقوط امپراتوری ساسانی شد و ایرانیان را برده عرب‌ها کرد. چرا نگفته این بعد از 600 سال بردگی عرب، بردگی عرب مردم ایران گرفتار بیانگردان مغول و ترکان آسیای مرکزی شدند که به مراتب وحشی تر از عرب بودند. چرا نگفته این مبارزه ایرانیان با دو فرهنگ بیابانی عرب و مغول 1400 سال از ادامه دارد؟ چرا نمیگوییم یادگار آزادی و حقوق انسانی ایرانیان در لوحه کوروش نوشته شده است؟ چرا اولین سند قانون اساسی ایرانیان لوحه کوروش را هرگز با مگناکارتا، اولین سند قانون اساسی انگلستان مقایسه نکرده و حتی نادیده گرفته؟ تاریخ 7000 سال ایران را 2500 ساله کردند. چرا؟ چرا شاهنامه فردوسی سند هویت ایرانی را کمبها می دهیم؟ چرا قرآن راستین را به فارسی و با ترتیب تاریخی نمی خوانیم؟ دوستان اگه شماها کسی هستید که به اصطلاح از قرآن دفاع می کنید، آقای سهراب چمنارا یک قرآنی ننوشتن آیه ها رو میگن به این ردیف باید باشه و اسمش رو قرآن راستین گذاشتن. ناگفته نماند که مهندس آرمین ساگینیان که به نظر من دیوانه است، اون هم دو تا کتاب نوشته، میگه محمد دو تا داشتیم، یکیش در مدینه بعد مدینه و مکه، یا یکیش در مکه بعد کدومش بوده، اول اونجا میاد بعد از 20 چند سال مثل که یا هر چی فرار میکنه یا مهاجرت میکنه میره یه جای دیگه، در اصل من این تاریخشو نمیدونم، فکر کنم اول مکه بوده بعدا میره مدینه، که مدینه الان اونجا چیز است. اینا را بخونید، بیاین با اینا مصاحبه کنید، حتی اگه مایلید مناظره کنید، برنامه های خودشون رو دارن و الی آخر. یه دوستی هم برای من گفته بود که آقای نمیدونم فلانی اعتمادی و ما میخوایم مناظره کنیم، اتفاقا فکر کرده بودم که شما هم مسئول اون مناظره باشید. گفتم اولا دوست عزیز، این کسی که از پنتاگون پول گرفته، کسی که خدا میدونه از کجاهای دیگه پول گرفته، خودش میاد تو تلویزیون راجع به تلویزیون من و تو میگه، خودش راجع به دخترش رها اعتمادی میگه، شما فکر میکنی این دم به تله میده بیاد با شما مناظره کنه؟ بعدم شما اگه میخوای بنده بیام اونجا کار کنم، من آقا میرم ویدیو میگیرم یه ساعت 130 دلار، 100 دلار، 85 دلار، طرف آشنا باش 50 دلار پول میگیرم، با قرار بذاری، دعوت کنی، برنامه بذاریم، یه دونه از این ساعتایی بخریم که مثل شطرنج میزنن تو سرش میچرخه، وقت میگیره. یه دفعه این کارو کردم، دو بار، یکی برای آقای مصطفی زاده با آقای اجلالی، یکی برای آقای فضائل عزیزان با اون آقای مهجور، و جالب اینه که هر چهارتاشون تقریبا شاکی هستن که آقا من وقت کم داشتم. میگم بابا برنامه رو نگاه کنید، خودتون تایم بگیرید، شما میگید دو دقیقه، شما چهار دقیقه اتفاق صحبت کردید، شما میگید اون سه دقیقه صحبت کرد، اون اتفاق یه دقیقه صحبت کرد. در صورت اینجا خیلی ساده است، یا از این شیشه هایی که بهش میگن hourglass، یعنی
شیشه‌های ساعتیه، اینجوری میچرخونید توش، سنده توش، شنه. اون وقتا برای تخم مرغ پس کردن طرف از وقتی میزاش میزاش که این که تموم شد، حالا که دیگه میچرخونن زر زنگ میزنن و اینا، میذاریم تهیه میکنیم صحبت میکنیم. ولی دوستان یادتون باشه همینجوری یه کسی رو دعوت نکنید، همینجوری ما رو هم بذارید سر کاری که اصلا ممکنه من اون روز نباشم، کار داشته باشم و الی آخر. این توضیحی که شما میدید آقای سهراب چمنارا، ببینید شما باید، نمیخوام بگم شما باید یاد بگیری، شما باید این کار رو تمرین کنی. اگر یکی یه سوال مشخصی میکنه، شما بیاین جواب مشخص بدید. مثلا من یه مدت رفتم دنبال این که چرا ما ایرانی ها هممون اینجوری هستیم. یکی از دلایلش دوستان به خاطر آفتاب زیاد تو ایران، به خاطر آفتاب زیاد خود به خود چشمون اینجوری میکنیم که نور کم بشه، همینجوری که چشمون اینجوری میکنیم صورتمون اخمو میشه. حالا شما برو تو انگلستان و آلمان و اینا که یا جاهای دیگه که چیزا دارن، اینا مجبورن اصلا اینجوری کنن چون همش تاریک و نور کم و اینجوری بوده. دلیلش دلیل جغرافیاییه. بعد چرا ما آزادی رو اینجوری از سو استفاده میکنیم؟ برای که آقا از روز اول از توی خانواده ما کجا بزرگ شدیم؟ خانواده بوده، بعدش مدرسه بوده، بعدش تو کوچه بوده. از توی خانواده به اون زور گفته، بابا و مامانمون به اون زور گفته، دستشون هم درد نکنه. رفتیم مدرسه، معلم به اون زور گفته. اومدیم تو کوچه بازی کنیم، اونی که از ما بزرگتر بوده، گردن کلفت‌تر بوده، به ما زور گفته. اومدیم رفتیم سربازی، یه آدم احمقی رو گذاشتن ارشد، ببخشید نمیدونم براون نوز مثلا گروبان بوده، اون به ما زور گفته. رفتیم سر کار، اون به ما زور گفته. همش زور گفتن. حالا که یه جای آزادی پیدا میکنین، این آقای برومند حالا میاد یه جای میکروفون بهش میدن، اصلا همه رو فوش میده، واقعی رو فوش میده. نمیدونم به این میگه مصدقی، میگم آقا من مثلا من بلد نیستم، من نخوندم، نبودم. 1332 سه سال قبل از اینی که من به این دنیا آمده باشم و شما هم نبودی، پس من و شما نمیتونیم مصدقی باشیم. ما هر کدومون کتاب اولی که باز کردیم عکس شاه بود و فرع بود و نمیدونم بعد ولیعهد بود و اینا، بدونی که بدونیم و اونا بی دلیل نبود. شما از خودتون نپرسید چرا خامنه ای و خمینی عکسشون رو تو هر جایی گذاشتن؟ برای که منتالی رو مغزت اثر میکنه که اینا میشن یه قسمتی از خانواده. آقا فیلم سینمایی نشون بده تو کلانتری خامنه ای خمینی، اون وقت هم اینجوری بود، شاه فرع، چه فرقی کرد؟ فقط اون دوتا تاج سرشون بود، این دوتا عمامه سرشون. در هر صورت این ماجرای زور گفتن و اینها، من به ایشون گفتم آقا جون یه کمی یواش برو، بذار دیگران برسن بهت، ولی شما اگه تون بری ممکنه طرف داره میاد بهت بگه آقا اینجا گوداله، من دیروز افتادم توش پام شکسته. شما میگی این که حالا امروز پاش لنگی، بذار من برسم به هدف. هدفو چشمسته ندو، صبر کن. اون گفت که رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. و دیدیم اونایی که آهسته رفتن، لاک‌پشت یادتونه، رسید اون آخر، خرگوش نمیدونم پریده بود این ور اونور، تصادف کرده بود، چی شده بود، تو درخت گیر کرده بود اینها. شما آقای چمنارا اگر یه بحثی که چرا ما ایرانی ها عصبانی هستیم، این یه بحث اجتماعی، فکر کنم یه کسی که روانشناسی خونده باشه، درس به اصطلاح در رابطه با چیزهای اجتماعی خونده باشه، اینو باید بیاد تحقیق کنه. این یه چیزیه که یه نفر به عنوان تز میتونه بره دنبالش مطالعه کنه که چرا آقا آدمای اینجا اینجوریان، آدمای اونجا اونجوریان، و حالا چرا ما میگیم ما ایرانی‌ها عصبانی هستیم و هممون هم قبول کردیم؟ برای که اکثریتمون عصبانی هستیم. حالا ممکنه یه کسی هم خیلی خونسرد باشه، 10 تا حرف ناحق هم که جلوش بزنی به شما بگی شما درست میگی، چون پیش خودش میگی که من چی بگم به این، اون استثنان. ولی وقتی که اکثریت یه جامعه اینجوری عصبانی هستن، اکثریت یه جامعه اینجوری همشون فکر میکنن اونا حق دارن، منی که اینجا نشستم فکر میکنم من حق دارم، شما که اونجا نشستی فکر میکنی شما حق داری، اون یکی دیگه که تو این خونه نشسته اون فکر کنه اون حق داره، همینجوری. خب اگه هممون فکر میکنیم همه حق دارن، هر کاری میکنیم فکر کنیم درسته، کوتاه نمیاد، کامپرمایز،
کامپرمایز یعنی کوتاه اومدن، یک کمی تخفیف بده. بله، خواندن قرآن به فارسی و با ترتیب تاریخی هستند، چون ایران ما تبدیل به یک زندان بزرگ شده و راه فرار برای کسی نیست. آخه این چه دلیلیه؟ چون ایران شده زندان و راه فرار نیست، 6 میلیون ایرانی بیرون داریم. عده‌ای هم در خارج از این زندان، آنها که عشق وطن در دلشان هنوز هست، توی سر هم می‌زنند که با شمشیرهای چوبی خودشان شاید بتوانند دیوار این زندان را خراب کنند. باز من اینا را دلیل عصبانیت نمی‌بینم. عصبانیت یه ریشه‌ای داره. شما با ببینید از طفولیت چه اتفاقی افتاده تو خانواده‌های ما. این مرد سالاری، بابا سالاری، نمی‌دونم برادر بزرگ سالاری. شما ببین طرف میاد اینجوری بود دیگه، میفت تو خیابون میفته دنبال یه دختری، ولی اگه یه نفر آمد تو خیابونشون افتاد دنبال دختر اون محل، حالا تازه خواهرش هم نه، میخواستن بگیرن تیک تیکش کنن. خب آقا تام که داریم. خب بریم آقای چمنارا بیاد توی ویدیوها اینها رو بگی. آغاز درگیری شدید قایق‌های تندرو ایران و کشتی جنگی امارات در خلیج فارس، کشته شدن فرمانده یگان ساحلی امارات در فجیره است یا فجیره، نمیدونم چون درست نمیبینمش. در صورت این ماجراهای قایق‌های تندرو، قایق‌های کوچیکی است که این سپاه پاسداران بعضی‌هاش حتی اون وقتا قاچاقچی‌ها اینو داشتن. من چون بندر عباس میرفتم، قشم میرفتم، اینا میدونم که اونایی که چای میخواستن قاچاق بیارن، خدا میدونه دیگه چه چیزای دیگه، قایقای تندروی میارن. و اگه مثلا ژاندارمری یه قایقی میسازه که میدونی تو چیز سرعتش به کیلومتر اینها نمیگن، گره میگن، نمیدونم اینقدر گره دریایی نات، هر این تناوار گره میزدن، بعضی میگن در اصل. همیشه این قاچاقچی ها میرفتن ماشین قایق های پرسرعت و موتورهای بزرگ، چون پولم داشتن، مثل ژاندارمری نبود که با انتظار بودجه دولت باشه در برنامه پنجم یه پولی بدن. بعدم آقای رضا شاه آمده برای همه توضیح داده که این نرماله که اگر شما حقوقت به دستت کم میرسه، برای که طبیعت اینه که این برفو که میدن دست نفر اولی. چه مثالای افتضاحی میزنن این شاه اللهیا، بهش هم افتخار میکنن. میگه طرف پرسید آقای رضا خان، حالا که شما اومدی بازدید، چرا حقوق ما اگه مثلا 3 تومنه چرا به من 3000 میدن؟ گفت وایساد یه تیکه برف برداشت داد به اولی، گفت اینو بده به دومی، داد به اون، داد به اون، داد به اون، گفت اینقدر. ببین حالا چقدر کوچیک شد. این جواب اون آقای رضا خان وطن پرستی بوده که حالا امروز توی سان فرانسیسکو آقای مهدی برومند میخواد به من و شما ایشون رو از توی خاک زنده کنه، غالب کنه. آقا ایشون وقتی زنده بود نتونست یه مملکت چند میلیونی رو با اون همه پول نفتی که یه دفعه تو دنیا پیدا شده بود درست کنه. پسرش که دیگه از اون بدتر. چی میگید شما؟ والا من جای شما باشم خجالت میکشم. بارها گفتم یکی از دلایلی که من از آخوندها بیشتر متنفرم اینه که اگه اینها اومده بودن یکم آدم بودن، یکم درست بودن، یکم به قولشون وفا کرده بودن، این شاه اللهیا صداشون در نمیمد. ولی اینا کاری کردن که ما عملا بگیم صد رحمت به کفن دزد اولی. و خانم نیر مینیسه نه کفن دزد نبودن. میگم خانم بودن دیگه. حالا اینا کفنو میدوزن تو قبر پدرمونم میرینن، اونا کفنو میدوزیدن. فقط داستان کفن دزد اولی و دومی اینه، کفن مردم رو میدزدید به مرده بعدی میفروخت، کردنش بیرون، یک مردشوری آوردن تو قبرستون، این کفنه رو که میدزدید همونجا خرابکاری میکرد میرفت. مردم گفتن بابا صد رحمت به اون کفن دزد اولی. ولی آیا کفن دزدی خوبه؟ نه. آیا دزدی کوچک خوبه؟ بابا اینجا یه هنرپیشه ای رو میگیرن رفته یه لاک برداشته، حالا ثابت شده که بابا این مریضیه، این دزدیای چی بهش میگفتن کوچولو، شاپلیفتینگ و اینا یه نوع مریضیه و اینا رو فوری نمیفرستن زندان. بعضی هاشون رو میفرستن چند جلسه برن دکتر، بعضی هاشون هم میفرستن چند ساعت برن توی جاهای عمومی کمک کنن، بیمارستان، توی خیابونها، این برون بر و الی آخر. و اما
این دوست ما آقای آل احمد یه فیلمی فرستاده که من میتونم بگم از هفته پیش تا حالا 200 بار برای من اومده و هنوز اسمش فیلم کمیابه. فیلم کمیاب سفر خامنه ای به کره شمالی. میگم آقا این دیگه از کمیابی حالا شده دیگه زیادی. بعد حالا که کمیابه، حالا که من دیدم بله ایشون با هواپیما نشست تو کره شمالی و اون پدر این دیوونم اومد جلوش ملاقاتش کرد و اینها، آقا رئیس جمهور بوده رفته کره شمالی دیدنش، خب که چی؟ این آمریکایی‌ها وقتی یه چیزی خیلی خرابه خیلی خوبه، وقتی یه چیزی خوبه اینجوری میکنن، وقتی یه چیزی خیلی خوبه اینجوری میکنن، وقتی یه چیزی خرابه اینجوری میکنن، وقتی یه چیزی خیلی خرابه اینجوری میکنن. واقعا کار ما خیلی خرابه دوست. فیلم کمیاب سفر خامنه‌ای به کره شمالی، من 200 تا ایمیل گرفتم، یه بارم نگاه کردم هیچ چیزی ندیدم. این سفرهای رسمیه که هر کسی میکنن، کمیابیش کجاست؟ دوربین گرفتن، فیلم گرفتن، گذاشتن تو آرشیو، حالا اومده. شاید این غزل کوتاه را قبول بفرمایید، نسخه قبلی اشتباه. این دوستمون آقای مسعود میرزا، مسعود سهیلی، خب ذوق شعر و شاعری دارن و گهگاهی شعر میگن. میدونید شاعرها وقتی بر میگردن شعرهای مثلا چند سال پیش خودشون نگاه میکنن، میگن بابا اون موقع چقدر بد شعر میگفتن، یا نقاش همین، یا هر کسی دیگه. همین من و شما الان کارهایی که اون موقع انجام میدادیم، موتور سواری، دیوونه بازی در می آوردیم، از بالای نمیدونم فلان دیوار به پر پایین، از بین این بوم به بر به پشت اون بوم، این کارها رو اگر الان برگردیم فکر کنیم انجام نمیدیم. یعنی نشون میده ما مچور شدیم، عاقلتر شدیم، داناتر شدیم. خب اینا هم تجربه دارتر میشه. میگه که اون شعر قبلی که گفته بودم اشکالاتی داشته، اینجا درستش کردم. نه درمانی به حال سوت جان دارم، چنان دردی از دور زمان دارم. دلم خون است چو دور از خانه خیشم، چه گویم حسرتی اندر روان دارم. من برای ایشون نوشتم که والا من احساس شما رو نمیفهمم، چون من حقیقت خیلی هم خوشحالم که شاه به اون شاهیش نتونست من رو از ایران جاکن کنه بیام بیرون، ولی خمینی و حکومتش این کار رو انجام داده. یعنی من دوتا داداشم زمان شاه آمریکا بودن. حتی من وقتی که توی ارتش بودم، توی هوابرد بودم، این دوستان کلیمی بدونی که ما بدونیم تبلیغ و تشویق، مثل الان هست که این از روسیه این بدبختا رو میبرن میگن بیان برگردین خونه اصلیتون، اصلا حضرت موسی نشسته اونجا منتظرتون و فلان اینها، اونا هم تبلیغ میکردن. باورتون میشه که کلیمیات توی شیراز تبلیغ میکردن که جوانایی رو که حالا شاید ما اون موقع سرمون به تنمون میارزیده ببرن اسرائیل. آقا اسرائیل صنعتش اینجوری، اسرائیل باز میگفتن آقا من الان 20 سالمه بیام برای فکر بازنشستگی باشم. در صورت چی داشتم میگفتم یادم بره. از رو نوشته بادم، حالا وقتی یادم اومد بهتون میگم. چرا یادم رفت؟ یه فیلمی اینجا این دوست ما برامون فرستاده که یک پدر رو نشون میده با یکی از خودش احمق‌تر دخترشو. دیدید اول برنامه من؟ اگه ندیدید دوستان برگردید این اول برنامه ما رو نگاه کن. آقای حسین محمدی میره این سگو با 7 تولش، چرا میگیم توله سگ، با 7 بچهش میاره از یه جایی به یه جای امتر. بعد این پدر بچهش رو، دخترش، حالا مثل ما هر کی هم هر ظلمی به پسرها میکنه میگیم پسر اوکیه، نه پسر و دختر فرق داره، دخترش رو با بند میبنده با پاشو. اصلا من میخوام الان بگم میخواد حالم بد بشه. دیروز نگاش کردم باور کنید داشتم حالم بد میشه. به همین خاطر بود که تصمیم گرفتم اونو نشون ندم، این فیلم آقای حسین محمدی رو نشون بده، این فیلم سگها رو نشون بده. چون بعضی وقتا ما این چیزای بد رو که نشون میدیم، همون جوری که بهتون گفتم، تو مغزمون میمونه.
عکس شاه و فره، عکس خمینی و خامنه ای، اینا تو مغز ما مونده، یه قسمتی از مغز ما با بدی ها پر میشه. این فیلم ها رو وقتی من به شما نشون بدم اینجوریه، آقا خانم این بدی ها تا به دستون رسید بریزید بدین دور، بندازید دور. سعید حرف قشنگی میزنه، میگه آقا این چیزی که آشغاله تو چرا برای من میفرستی؟ میگه مثل این میمونه که داشته باشیم تو خیابون راه بریم یه نفر خرابکاری کرده باشه، تو پات بخوره داخلش، کفشتو در بیاری ببینی او یه آقا بکن پای منی، خب آقا برو کفش تمیز کن، برو بشورش، چرا دیگه دماغ منو کثیف میکنی؟ دمت گرم سعید، خیلی ممنون از سعید، خیلی چی یاد گرفتم. با امید روزی که سعید بیاد و یه برنامه بذاره، در صورت نمیدونم والا اینقدر بس وقتی حرف میزنم یه چیزای جدید اینجا جلو هم هست، فکرم مقشوش میشه. این دوستان هستن برنامه میذارن، میان موزیک میذارن، حرف روز میزنن، نمیدونم یه چیزای شوخی میکنن، خستگیشون در میره، میبینن برنامه اینها اونجوری انرژی نمیگیره، بعد از برنامه بدنشون درد نمیگیره. من باور کنی خب بچه که بودم، جوون که بودم، کشتی میگرفتم، یک کمی بسکتبال بازی میکردم، یک کمی والیبال بازی میکردم، یک کمی پینگ پونگ بازی میکردم، و میدونیم بعد از این بازی ها بدن آدم یک کمی خسته میشه، ولی این خستگی عصبانیت، این خستگی اصلا یه خستگیه که از بین نمیره، نه با خواب از بین میره، چون وقتی هم تازه میخوابی مغزت تو فکر. حالا سعی میکنم یک کمی ما برنامه رو آقا ول کنیم، نخواستیم. اونهایی که سیاسی بودن و فکر میکردن سیاسیان، چه تاج گلی به سر خودشون و به سر من و شما زدن. منی که میگم آقا من که سیاسی نیستم، من رشتم فنی بوده، بماند که اونا هم هیچ کدومشون رشته سیاسی نداشتن. آقا ما چه دانشگاهی داشتیم که میرفتن توش سیاست میخوندن، که آره طرف بیاد میگه من دکترای علوم سیاسی دارم، یا آقای فرخزاد بیاد اومده میگه، میگم آقا تو که داشتی غیر میدادی میرخصیدی، زمان شاه که میگن آزادی بود داشتی میرخصیدی، زمان خمینی اینا که اومده یه شبه شما شدید اپوزیسیون رو نمیدونم دانشمند، آقای شجاع الدین شفا، پروفسور مسعود انصاری، اینا دنبال کون شاه را میافتادن میرفتن حج، یه دفعه خمینی که اومد وایسادن قرآن و اینا رو از این وری گفتن بده. خب اگه بده اوزگل پوفیوز چرا رفتی؟ حالا دوستان میگن آقا الان گفتی فشار خونت میره بالا، اینم قرص فشار خون دوستان. دکترم گفت سرمی میخوای خودتو بکشی؟ گفتم چرا؟ گفت قرصاتو میخوری؟ گفتم نه. گفتم شما از کجا میدونی؟ گفت آقا من دکترم، آزمایشا داره به من میگه. گفت چرا قرصا رو نمیخوری؟ گفتم به خدا اینقدر بدنم درد میکنه یه مدت نخوردم ببینم خوب میشم. فکر کنم تو مغزش گفت این دیگه عجب الاغیه، بله خوب میشی، میافتی میمیری، خوب میشی. شاید دیدن این فیلم ناراحتت کنه، ولی که در شهرهای مختلفی شرکت‌های چینی دفترهایی باز کردن که جهت استخدام افراد در کشورهای فقیر تبلیغات می‌کنند. جوانان بیکار برای اشتغال و درآمد با خرج این شرکت‌ها به کشورهای آفریقایی سفر می‌کنند. در آنجا این اشخاص را که قبلاً معاینه پزشکی شده‌اند به طرزی میکشند که اعضای بدنشان سالم بماند و مرگشان مصنوعی باشد. آنگاه اعضای بدن توسط جراحان از بدن خارج و حفظ شده برای فروش به مشتریان پولدار در اطراف جهان صادر میشود. فساد در کشورهای فقیر موجب این پستی انسان و این ایجاد این بازار کسب شده. حالا میتوانی به من نفهم شهر دهی کی این انسان آدم میشه. فیلمش هم گذاشته اینجا. حالا شما میگی کشورهای فقیر، کشور آمریکا و اسرائیل فقیر هستن، آدمای معمولی دزد قاچاقچی رو شما ول کن. ربای یعنی آخوند کلیمیا توی نیویورک و شهرهای دیگه قاچاق کلیه و نمیدونم اعضای بدن میکردن. بذارید ببینم میتونم پیدا کنم اینجا براتون. ربای سلینگ کیدنیز این یو اس این اسرائیل. ببینیم چیزی میاد. Sell kidney for money, it's illegal. American kidney arrest. The arrest of rabbi who trafficked body part
بادی پاور اعضای بدن. اینم خدایا من حالا بازم دوستمون میگه که دلش برای هوای برای ایران تنگ شده. آقا چه دلتنگی، اومدیم اینجا زمانم پیش رفته، یاد گرفتیم هممونم، والا اگه اونجا مونده بودیم من فکر نمیکردم با حقوق دبیری من میتونستم یه زندگی خوبی داشته باشم. وقتی که همین آقای میرحسین موسوی احمق نخست وزیر بود آمد شیراز و گفت من به شما دبیرها افتخار میکنم که بعد از ساعت کارتون میرید رانندگی تاکسی میکنید، مسافر کشی، رانندگی تاکسی نه دوستان، مسافر کشی میدونید یه کار خلافه که شما میری حق اون راننده تاکسی رو میخوری میگیری. اون وقت این احمق میگه من به شما افتخار میکنم. دوست عزیزی که شما میگی تو کشورهای فقیر این کارو میکنن، ببین سال 2009 من این خبر رو میدونستم که هست. ببین organ failure، این ارگان اعضای بدنه. بعد حالا اینجا نگاه کنید عکسشم بهتون نشون میدم، این خاخامال که میدونید این لباسای کلیمی کلاه بزرگ و به اصطلاح لباسای مشکی و موهاشون هم بعضی هاشون این بغلش اینجوری گره میزنن اینها. و ببینید که اینجا نوشته staff with 97,000 in cash and rabbis trafficking organs allegedly one paid 10,000 to an impoverished Israeli for his or her kidney and bile to let's say up for 150,000 to his bile. میره از اسرائیل، خب برمیگردیم اونجا شما درست میگی، 10,000 دلار میده کیدنی میخره، میاد آمریکا میفروشتش 150,000 دلار. اون وقت این احمق پدر سوخته روز شنبه قولت میدم به من و شما میگه که شما بیا من میبرمت بهشت. ای مردشور اون بهشتی رو ببره که توی ربای داخلش هست، ای مردشور اون بهشتی رو ببره که اون نمیدونم عالمی که روی مسجد میاد میگه که بمب بذارید خودتون منفجر کنید زودتر میرید پهلو خدا. چه باید کرد من نمیدونم، ساعت 3:43 است، ولی یه چیزی میدونم، باز از دوستانی که ممکنه از حرفای من ناراحت بشن عذرخواهی میکنم، ولی دوباره بعضی وقتا فکر کنید ببینید خودتون جای من بذارید و ببینید چی میشه. این دوستمون نوشته که این هم یک خریت جدید پی زیادی. من نگاه کردم حقیقتش چیز به خصوصی ندیدم، چون الان دیدم که این کارا تو ایران هم مثل که زیاد شده. بذارید صدای این ببندم آواز بکنم کامرای 3. دوستان این فیلم رو میبینید این دو طرفش سیاست، برای که هر کسی که گرفته تلفنش رو عمودی نگه داشته، تلفناتون رو افقی بگیرید فیلمای بهتری میگیرید. این آمدن گلایی رو که پرپر شدن میریزن روی اینها، اینا هم هر دفعه بلند میشن راه میرن این گلا میرزه زمین دوباره میاد اینها. از این ولخرجی ها که همیشه بوده و هست. شما خود حکومت جمهوری، البته این مال توی امارات و اینجا مال چیزای عربیه. بعد برای این دوستم نوشتم خب حتما اینا بو گند میدن که به اصطلاح اینقدر گل رو خودشون میریزن. و تو جمهوری اسلامی که اینقدر میگه حکومت مستضعفین، شما هر کدوم از اینا که میان صحبت کنید نگاه کنید یه باغچه گل جلویشونه. خب اینا برای چیه؟ آقا یه میز ساده بذار بیا پشتش بشین، اگه حرفت حرفه که دیگه نباید با گل و با نمیدونم این چیزا تزیینش کنی. نمیدونم در صورت نفهمیدم، ولی اون پی زیادی ضرب المثلش هم داریم که پی زیادی رو کجا میمانه. خب در برنامه عقل دوم به عدم آموزش انسان جهت ازدواج و بعد نادانی در پرورش نادانی در پرورش صحبت میکنم. امیدوارم از دیدن این فیلم ناراحت نشوید. پدر دستگیر شد، این همون فیلمی که گفتم دختره رو با کمک نمیدونم برادرشه یه هر احمق‌تر از خودش میبندن به چیز. بعد پدره دختره رو دندون گرفته، بیچاره ایرج میرزا میاد اون شعر و اون قشنگی رو میگه که مادره وقتی پسرش قلبش رو از تو سینه در آورده بوده داشته میرفته میخوره پاش به یه سنگی میفته زمین، قلب مادره میگه آخ پای پسرم خورد به سنگ، نمیدونم دست پسرم مجروح شگم چیز. اون وقت اینا تو قرن بیستم این کارا رو میکن. امیدی هست؟
یا باید صبر کنیم آقای ترامپ. فقط یه لحظه من این عکس رو بهتون نشون میدم، این همون دختریه که زدنش و آوردنش پایین. ببینید من فکر نمی کنم حیوانی داشته باشیم که به هم نوع خودش همچین کاری بکنه، حیوانی داشته باشیم که به فرزند خودش همچین کاری کنه. البته خب بعضی ها میگن حیوان ها وقتی گرسنه میشن نمیدونم بچه های خودشون هم میخورن اینا. ببین آخه این دختره چند سالشه که پدرش اینجوری تنبیهش کرد، بعد نوشتن که پدرش دستگیر شده ولی مجازاتی براش نداره. آها اینجا یه نوشتن شیرزن سودانی، البته به جای شیرزن نوشتن شیرزن، وقتی فارسی می‌نویسید دوستان مواظب باشید. شیرزن سودانی، من چیزی متوجه نشدم، یه خانم دستفروشی نشسته لابد تو سودان چای می‌فروشن یا یه نوشابه می‌فروشن، یه فلاکس چای هست یه سینی، بعد یکی میاد دست میزنه، نمیدونم به خانمه دست میزنه به من چرا تعریف میکنم بهتون نشون میدم، ولی آدم واقعا نمیدونه این ویدیوها رو که میبینه چی بگه. بعد ضمناً ما از یه قسمت کمیش فقط میبینیم، مثلا 24 ثانیه ما نمیدونیم قبلش چه اتفاقی افتاده، قبلش چه صحبتهایی شده. اینه که بعضی وقتا دیدن این فیلم ها ما رو اینجا میگن کلمه پرژدیس دوستان از اینجا میاد، زود قضاوت کردن، از پیش قضاوت کردن. ببینید نمیدونیم چی شده، یا من که صداش تشخیص ندادم چی شده. اون آقای میاد و اون آقا که چه ارز کنم، اون خانمم با فلاکس و اینا میزنه تو سرش و صورتش و اینا. روستای مهربانی که آها این نوشته اون فیلمی بود که اول برنامه بهتون نشون دادم. اجازه بدید من میخواستم 90 دقیقه با شما باشم، باز نصیحت پتیک دوست عزیزم رو گوش کنم، برنامه ها رو زمانش کمتر کنم، استراحت خودم رو بیشتر کنم، شما ها رو کمتر ناراحت و خسته کنم، ولی چه کنم که لطف دوستان زیاده، چیزایی که میفرستن بعد از اون وقت خود منم نظر دارم درباره صحبت کنم. دوستان شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، به ما بپیوندید. امروز برای آقای احمدی نژاد تو ایران نوشتم که آقای احمدی نژاد حالا که فهمیدی خامنه ای و تلویزیونش حتی به تو هم اجازه صحبت نمیدن، حالا بیا از تلویزیون مردم استفاده کن تا بهت بگیم که چه دردی مردم میکشن وقتی که تلویزیون دولتی باشه. و بهترین کار اینه که دوستان برید تلویزیونای دولتی رو ببندید، نگاه نکنید، برید دنبال تلویزیونای مستقل، تلویزیونی که افتخار میکنه که پتیک پند $100 $200 فرستاد، اون دوستمون $10 میفرسته، اون دوستمون $20 میفرسته، اون دوستمون $50 میفرسته، ولی ما حاضر نیستیم. بهتون گفتم یه بار این زنگ بزنید آقای از این آقای شادمهر نمیدونم کیه، مال سازمان تندر نظام پادشاهی، یه آقایی بود اینجا به نام هوشنگ، ایشون از نظام پادشاهی بود و صحبت میکرد و اینها، اونا رادیوشون قطع شده بود، پول نداده بودن، تلویزیونشون قطع شده بود. میدونی هر کی پول رادیو تلویزیونش نمیده میگه جمهوری اسلامی به ما اتک کرد و حمله کرد و فلان، اینا بماند به هر دلیلی. تماس گرفتن با من که آقا ما تلویزیونمون قطع شده، گفتم تا موقعی که وصل بشه بیان اینجا. گفت نه اگه شما به ما راه بیای ما اصلا اینجا برنامه میذاریم. گفتم والله ما اینجا هر کی مخالفمونه موافقمونه حق داره بیاد حرف بزنه. بعد گفت که نه ما یه اشکالی داریم، یه نفر اونجا هست که شما اگه اونو بیرون کنی ما میاد. گفتم کیه؟ گفت که هوشنگ، خدایا هوشنگ چیخا. گفتم بابا این که جزء انجمن خودتون بوده، جزء انجمن پادشاهی ایران، شاگردای آقای فولادوند. گفت بله دیگه، اگه اونو شما بکنی بیرون ما میام هفته 15 ساعت برنامه میگیری. گفتم نه آقا من این کار نمی کنم. با همون هفته یه ساعت این وایستادم، ولی زیر بار هفته 15 ساعت اون نرفتم. آقای دادخواه، هوشنگ دادخواه، درست میگم؟ بله.
اونم بعد یه مدت برنامه‌اش رو تعطیل کرد و بس و بازنشست شد و اونم فهمید آقا این کاری که ایشون میکنه پوتین میکنه، پاش میاد میزنه تلویزیون پوتین زمین، این هیچ فرقی با اون کاری که این بیمار روانی تیمسار روحانی انجام میده با یه لباس ارتشی از فروشگاه ارتش خریده میکنه، برش میگه میخوام برم ایران نجات بدم، میگن چه جوری، میگه درو باز کنید از تو کوچه‌تون 10 ثانیه به هم دیگه نگاه کنید. این اصلا نمیدونه اصلا بافت شهری ایران دیگه عوض شده. اینجوری نیست که طرف تو کوچه علی آقا حمید آقا رو بشناسه، حسن آقا حسین رو بشناسه، اصلا همه سرشون تو لاک خودشون دارن زندگی میکنن. بعدن 100 بار ما 10 ثانیه در خونمون رو باز کنیم به هم نگاه کنیم، آخونده میگه اینا دیوونه هستن، خب ما بودوزیم. چه این چه برنامه ای شد؟ ای کاش یکی از این برنامه های مزخرف رو آخونده داشتن، مثلا بیشینن برنامه تلویزیونی بذارن، بیان جلو تلویزیون پوز بدن که ما میکشیمتون میزنیمتون، ای شاه حرف ما رو میشنوی؟ قشنگ اون زیر برنامه ها رو ریختن از این مسجد ها به عنوان پایگاه های نظامی، پایگاه های هر چیزی که بگی، قشنگ با برنامه اومدن جلو. روزی هم که باید اون کسی که میگفت میام آمد، نه مثل آقای حقا همین فاضلی عقب افتاده زنگ زد آقا شما نرو خطرناکه. خب مرد ناحسابی فکر میکردی این کار خطر نداره؟ اگه خطر نداشت که همه میخواستن رهبر بشن. دوستان عزیز اگه من چیزی گفتم که باهاش مخالفین، قبل از اینکه با من تماس بگیرید دربارش فکر کنید. اگر مخالفید و فکر میکنید شما درست میگید، مهمان ما باشید، با دوستان صحبت کنید. قبل از برنامه من فکر کنم ویدیوی آقای ارشاد پخش شد. حالا من قانونن یه بار بعد برنامه آقای چمنارا رو پخش کنم، ولی چون خودم شخصا از برنامه ایشونم خوشم میاد، الان بعد از برنامه، برنامه آقای چمنارا، بعدش برنامه کانون آوا، بعدش ارشاد، آقای حسن ارشاد از ایران، و همینجوری که بارها هم گفتم اگر تصمیم گرفتید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، یک تماس از شما بقیه کارها از ما. و این روزا اینقدر آسون شده، من تا چند مدت پیش میگفتم شما کافیه یک کامپیوتر داشته باشید و میتونید برنامه تلویزیونی داشته باشید. امروز اگه یک تلفن بهش میگن سمارت فون، تلفن های هوشمند داشته باشید، شما میتونید برنامه تلویزیونی داشته باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با امید دیدارتون جمعه، جمعه ساعت 12 با کانون آوا هستیم، 2 بعد از ظهر سربی با مردم، 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد. روز روزگار بر شما خوش.